هرکولپوارو با شلوار سفید تابستونی رو صندلی راحتی لم داده بود. خانم گاردنر و دوشیز بروستر دو طرف پوارو با فاصله نشسته بودن. خانم گاردنر بافتنی میبافت و شوهرش اودل گاردنر پشت سرش آفتاب میگرفت. خانم گاردنر تعریف کرد. من به آقای گاردنر گفتم. گفتم گردش و تفریح خوبه. ولی ما که تمام انگلیس رو گشتیم. الان باید بریم یه جای آروم استراحت کنیم یه جایی مثل جزیره تا فقط استراحت کنیم فقط استراحت مگه نه عادل آره حسیزم قضیه رو به یکی از هامون گفتم دوستم اینجا رو معرفی کرد <تصفح> گفت هم خیلی قشنگه هم آرومه جون میده واسه استراحت <تصفح> البته آقای گاردنر درباره تمیزیشم خیلی پرسجو کرد <تصفح> شاید باورتون نشه خواهر آقای گاردنر رفته بود مهمون خونه که همین میگفتن بین اشیره ولی آشغال دونی بوده آشغال دونی مگه نه اودل چرا عزیزم ولی آشنامون خیالمونو راحت کرد گفت اینجا هم تمیزه هم غذاش خوبه <تصفح> البته گفت آدم های جالبی هم میان واقعا راست میگفت منظورش آدم های مثل آقای پارو و خانومه در نلی بود <تصفح> نمیدونین وقتی فهمیدم آقای پوارو اینجان چقدر جا خوردم مگه نه عادل آره عزیزم خیلی خانم بروستر یهو از جا پرید آقای پوارو دستاشو بالا برد و ادای احترام کرد خانم گاردنر گفت وای چه جالب آقای پوارو آقای پوارو قد تعریف شما رو شنیده بودم که واقعا دوست داشتم از نزدیک ببینم اتون. مگه نه آدل؟ آره عزیزم دوست داشتم خانم دارنلی را ببینم من من بیشتر لباسمو از روزموند میگیرم خانم دارنلی خود روزمونده مگه نه؟ <applause> واقعا دوست داشتنی؟ پشت سر خانم بروستر سرگردباری نشسته بود مردم دید میزد خانم گاردنر دوباره گفت آقای پوهرو یه چیزی رو باید اعتراف کنم حضور شما یه جورایی من را ترساند میدونین نگرانم در رابطه با کارتون اومده باشین سفر آخه من خیلی حساسم از اینکه پام به جنایت کشیده بشه میترسم آقای پوارو تو بگو دل آقای گاردنر حرف خانم گاردنر رو تایید کرد آقای پوارو خندید خیالتون راحت راحت من دقیقا به همون دلیلی آمدم که شما آمدید حتی به سایه جنایتم فکر نمی کنم خانم بروستر با صدای بلند و خشنش گفت امکان نداره تو جزیره جسد باشه آقای پوارو به آدمایی که مشغول آفتاب گرفتن بودن اشاره کرد پس اینا چی علی <applause> <applause> حالی جناب استفن لین جای خانم گاردنر نشست آقای لین کشیش خوشهیکل و بلندقدی بود. حدوداً پنجاه سالی داشت. چه جای محشری؟ کلی پیاده روی کردم. آقای باری گفت برای پیاده روی روز گرمیه. خانم بروستر گفت من قایق سواری دوست دارم. واسه ازولات شکم عالیه. پوارو با دلخوری به شکمش خیره شد. خانم بروستر گفت اگه قایق سواری کنین از شهرش خلاص میشین <applause> همین همینطوره ولی متاسفانه از قایق سواری متنفرم منظورتون قایقای کوچیکه فرقی نمیکنه هر جور قایقی مسئله تکون خوردن تو دریاست امروز دریا خیلی آرومه آقا دریای آرام اصلا وجود خارجی نداره بالاخره یه جوری تکونت میده سرگرد بری گفت به نظر من دریا زدگی همش تلقینه خانم بروستر گفت دریا زدگی چیز عجیبی آقا رو حسابی بعضی دریا زده میشن بعضی ها نه و اصلا منصفانه نیست ربطی هم به سلامتی نداره یکی سالم و سرحال دریا زده میشه یکی که مریضه مشکلی براش پیش نمیاد در مورد ارتفاع هم همینه من آقا تو ارتفاع هم بد میشه ولی کریستیان رتفرن وزش از منم بدتره دیروز رفته بودیم کوهستان چنان سرش گیج رفت که نزدیک بود بیفته کمی بعد کریستیان ردفرن از آبتنی برگشت خانم بروستر گفت شانس تو بردی آفتام نمی گرفتی و, و, و اگر رز از آقای پارو جسد بودی <applause> اه، کاش میتونستم آفتاب بگیرم ولی حساسیت دارم تمام تنم تابل میزنه خانم بروستر مکس کرد بعد رو به پوارو گفت کا کاش یکم جلوی خانم گاردنر فیلم بازی میکردین میگفتین واسه پرونده قتل قدر اومدین یه قاتل روانی تحت تقیب ترسیدم باور کنه سرگردباری پوزخند زد قطعا باور میکرد خانم در گفت حتی که خانم گاردنر باور میکرد من باور نمیکردم تو همچین جزیره این جسد پیدا نمیشه که آقای پوارو با لحن اعتراض گفت از کجا اینقدر مطمئنید؟ نمیدونم اصلا بهش نمیاد یه جورایی آقای پوارو گفت میفهمم جای شاعرانه ایه. دریای آبی خورشید درخشان ولی فراموش نکنید شیطان همه جا هست ضمن این که همه برای تعطیلات میان خانم بروستر گیت شد آقای پوارو گفت فرض کنید شما دشمنی دارید اگه بخواید تو خونه محل کار خیابون یا جای دیگه ای کنید باید دنبال دلیلی باشید ولی برای اینکه بیاید کنار دریا لازم نیست بهانه ای بتراشید کسی ازتون نمیپرسه چرا اومدید کنار دریا همه ممکنه برای تعطیلات برن کنار دریا مخصوصا سواحل انگلستان حتی خانم و آقای گاردنر که امریکایی برای تعطیلات اومدن اینجا آقای استفنه کشیش تو صندلیش جابجا شد آقای پوارو خیلی برام جالب بود شما گفتید شیطان همه جا هست توراتم هم همین رو میگه ولی اعتقادا کم شده به نظر منم که شیطان همه جا هست تا حدی با تو موافقم شیطان وجود داره و البته گاهی قابل تشخیصه شوهر خانم کریستیان رفرن از شنا برمیگشت مرد چارشونه ای بود با پوست برونزه چشمای آبی و موهای خوشحالت خانم رتفرن به سمت شوهرش برگشت پاتریک بیا پیش ما پاتریک حولش رو برداشت و به سمتشون رفت همون موقع زنی مثل فرشته از کنارشون گذشت زیبایی زن چشمگیر بود از نگاش معلوم بود خودش هم این موضوع رو میدونه به نظر سی ساله میومد چشمای سرگردباری گرد شده بود. ستفن سرفه کرد و مشغول خوندن روزنامه شد. سرگردباری آروم گفت فکر کنم ارلنا استوارته، هنر پیشه تئاتر. البته بعد از ازدواج ارلنا مارشال شد. از افلم جذاب بود. خانم رفرن با لحن سردی گفت خیلی خوشگله. خانم بروستر گفت به قول آقای پوارو شیطان همه جا از من میشتفین همین الان شیطان در قالب فرشته از کنار وارد شد معلوم نیست پشت چه ریزی باش چه شری خوابیده و چه زندگی هایی که به هم خورده ستفن جدی و محکم گفت از همچی زنایی باید دوری کرد ارلینا استوارت رسید کنار دریا نیم نگاهی به پاتریک ردفرین انداخت و بعد با لبخند شیرینی نگاهش از پاتریک گرفت و رفت. پاتریک ناخداگاه مسیرش رو به سمت ارلنا تغییر داد. کریستیان رفرند رفتن پاتریک رو دیدید. بلند شد و به سمت هتل رفت. سکوت سنگینی حاکم شد. خانم بروستر هم بلند شد تا به قایقش سر بزنه. این بلند شدن گفت از این زنازیات پیدا میشه میشه اما پاتریک واقعا احمقه. یه احمقه به تمام منو. خانم بروستر دور شد شوهر ارلنا تو ساحل نشسته بود پیپ میکشید و روزنامه میخوند پوارو نگاه استفن رو دنبال کرد استفن با نفرت به ارلنا و پاتریک زل زده بود چند لحظه بعد آقای استفن نگاه مرموزی به پوارو انداخت شما حضور شیطان رو حس میکنید؟ پوارو بر اینکه آرومش کنه حرفش رو با سر تایید کرد روزمان در نلیز کنار پوارو نشست یکی از معدود زنایی بود که پوارو تحسینش میکرد از اقتدار و استقلالش خوشش میومد روزمان لباس سرمهی ساده و شیکی تنش بود ماش مشکی و مجعد بود و لبخند کنایه آمیزی به لب داشت خانم درنلی صاحب شرکت روزمان و یکی از سرشناسترین خیاطهای لندن بود. خانم در نری دور نگاه کرد و به پوارو گفت نمیدونم چرا اومدم همچین جایی البته پارسال اینقدر شلوغ نبود پوارو گفت شلوغی اذیتتون میکنه آو نه 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 کلافم <aring> میکنه انگار نگران می هستید روزمون با سر تایید کرد بعد با استرا و تکون داد روح دیدم روح کی؟ خودم <warum> پوارو خندید حتما در عذاب بود آره دنبالم می اومد بچگیم روستا الافزار پیاده روی تو بارون هیزم بی پولی های پشمی رنگارن دوست دارید برگردید به گذشته؟ آه به گذشته که نمیشه برگشت ولی دوست داشتم راه دیگه ای می میرفتم رو تو فکرم بعد جور که انگار با خودش حرف میزنه گفت وقتی جوان بودم بازی جالبی بود ازت سوال میپرسیدن باید جواب میدادی مثلا میپرسیدن اگه خودت نبودی دوست داشتی کی باشی جوابش همیشه سخت بود آره جوابش واقعا سخته شاید خیلی یادشون بخواد جای بازیگرا و سیاستمدارای معروف باشن ولی کسی نمیدونه زندگی واقعیشون چطوریه خود من سالا حسرت زندگی زوج خوشبختی رو میخوردم دوست داشتم جای اون زن باشم اما خبر نداشتم که تو یازده سال زندگی مشترک یک کلمه هم با هم حرف نزده بودن ولی فکر کنم خیلی آدلشون میخواد جای شما باشن <applause> بله خب البته منم موافقم هم پولدار هم هنرمند انگار ظاهر خوبی دارم نه؟ اما شوهر ندارم و طبیعتاً بچه هم ندارم پس از نظر خیلی ها بدبختم همه خانم ها میتونن ازدواج کنن و بچه دارشن اما همه نمیتونن اینقدر موفق باشن ضمن اینکه که شما کسی رو پیدا نکردید که شایستگیتون رو داشته باشه انتخاب خودتون بوده که مجرد بمونید حال ترس فکر آدما فرق میکنه م? نمیدونم چرا باتون بحث میکنم وقتی هم نظریم پوارو خندید و آسوده به صندلی تکیه داد جزیره واقعا جای قشنگیه خانم درنلی تایید کرد و پوارو گفت کپتن مرشال از دوستای قدیمی شماست درسته؟ خانم درنلی جا خورد ا... ا... کی بهتون گفته؟ هیچکس. کس دونستنش واسه یک کارگاه خیلی سخت نیست و مزل چطور؟ شما یه هفتش اینجایید و خوب آدم سرزنده و شادی هستید اما یهو یاد ارواح سرگردان و گذشته افتادید تنها تغییری که اتفاق افتاده آمدن کپتن مرشال و خونوادشه خانم دارنلی آهی کشید و گفت منو کنت مرشال از بچگی همون میشناسیم کن همیشه با هم مهربون بوده چهار سال ازم بزرگتره فکر کنم پونزده سالی میشه ندیدمش به نظر مرد خوبیه آره خیلی مرد خوبیه احتمالا تنها اشتباهش ازدواجشه چطور؟ <applause> <تس> <شتور>؟ وقتی پای زن مزد باشه چشم و گوش کن بسته میشه ماجرای قتل آقای دیل یادتونه؟ شایعه بود که زنش بهش آرسنیک داده زن چند سال زندان بود تا بالاخره تبرعی شد گفتن شوهره به آرسنیک احتیاط داشته وقتی آزاد شد کن باهاش ازدواج کرد یکی <تص> <تص> از کارهای احمقانش همین بود خب اگر واقعا زن مقصر نبوده چی؟ امکان نداره آقای پوارو بعدم چه مقصر بود چه نبود چرا کن باید با زنی ازدواج کنه که به قتل همسرش متهم شده تازه زندانم بوده البته کن همش بیست و یک سالش بود که عاشق زنه شد دیوانه بار دوستش داشت یه سال بعدم وقتی لیندا به دنیا اومد زن کن از دنیا رفت کن ضربه سختی خورد میخواست فراموش کنه که ماجرای آرلنا استوارت پیش اومد. اینم هم حماقت بعدیش بود. چطور؟ قرار بود آرلنا با مردی ازدواج کنه که در شرف طلاق بود. رفت تو دادگاه و به عنوان شاهد به نفع مرد شهادت داد. اما وقتی آبا از آسیا افتاد مرد زد زیر همه چی. با آرلنا نکرد. آرلینا هم ازش شکایت کرد و ماجراش هاش احساس شد. بعد که رفت باهاش ازدواج کرد مرد دیوانه خب ارلینا استوارت زن زیبایی شکی نیست اما با افتضاح سه سال پیش کن باید یک کاری میکرد سه سال پیش کاشف به عمل اومد پیرمردی به نام آقای ارسکین تمام این ثروتش رو به آرلنا بخشیده خب دیگه باید چشم کنت باز میشد نشد روزمون شونه رو بالا انداخت خب کاری نکرد یعنی بهش اعتماد داره دیگه شاید هم دلیل دیگه ای داره مم. بله بله کن مغروره اینگار از دماغ فیر افتاده آدم اصلا نمیفهمه چه حسی نسبت به آرلنا داره آرلنا چی؟ آرلنا آرلنا دختره چشمش فقط دنبال پول و مرده پوارو با سر تایید کرد روزاموند گفت حالا بند کرده به پاتریک ردفرنه پاتریک آدم ساده ایه اصلا اهل همچین برنامه های نیست تفلک زنش هم خیلی دوست داشتنیه اما خب گمون نکنم در برابر ماده ببری مثل آرلنا شانسی داشته باشه حالا کریستیان رفرنی که معلمه و یه عمر فکر میکرده تو دنیا عقل از هر چیزی بالاتره باید بشینه ببینه زنه چطور بهش ضربه میزنه پوارو موافقت کرد روزمون در جاش بلند شد <تص> ما یه رسواییه بالاخره یکی باید کاری کنه <applause> <applause> لیندا مارشال جلوی آینه نشسته بود به چهره نابالغ ککمکش نگاه می کرد تو فکر بود که 16 سالگی چقدر سن بدیه تکلیف آدم با خودش معلوم نیست نمیدونه از زندگی چی میخواد نمیدونه دوست داره چطوری زندگی کنه تو مدرسه بهش بد نمیگذشت ولی خب مدرسه فعلا تعطیل بود پدر لیندا میخواست بچه را بفرست فرانسه اما لیندا دوست نداشت بره هرچند از خونم فراری بود چون از آرلنا بعدش میومد چهره لیندا در هم رفت خون جلوی چشماش گرفت لیندا مطمئن بود آرلنا جادوگره همه میگن نامادری مصیبت اما آرلنا خیلی بدتر از نامادری بود گاهی اصلا متوجه وجود لیندا نمیشد ضمن اینکه نوجوانی و زشتی دوران بلوغ لیندا در برابر وقار و زیبایی ارلنا خودش نشون میداد. برای همین جز پدرش از بقیه آدما فاصله می گرفه. اما آرلنا همیشه جلوی چشمش بود. لیندام دیگه نمیتونست تحملش کنه. زیر لب گفت: دلم میخواد بکشمش. کاش بمیره. لیندا از پنجره بیرون رو نگاه کرد. جزیره دریا جاده کوهستانی و قارهای دنج میشد خیلی بهش خوش بگذره اگه آرلنا گورشو گم میکرد یاد روزی افتاد که تازه رسیده بودن هتل. پدرش با روزاموند سلام و احوال پرسی کرده بود لیندا از روزاموند خوشش می اومد روزموند هم با لیندا خوب بود باش مثل یک انسان واقعی رفتار میکرد کمتر کسی با لیندا اینطوری رفتار میکرد پدرم از دیدن رزامون دارنلی خوشحال بود انگار به یاد گذشته ها بچه شده بود لیندا آرزو کرد کاش فقط خودش و پدرش اومده بودن سفر باز یاد آرلنا افتاد آرلنا مثل بختک افتاده بود رو زندگیش رنگ لیندا پرید لباش لرزید و انگشتاش رو تو هم گره کرد کنت مارشال چند ضربه به در اتاق آرلنا زد و وارد شد آرلنا موژههاش رو ریمیل میزد با پیرن سبزش شبیه پری دریایی شده بود کنت مارشال کنار پنجره رفت و دریا رو نگاه کرد چهرش معمولی بود حس خاصی نداشت همینجوری خیره به دریا گفت آرلنا تو قبلا رو دیدی نه آره تو مهمونی دیده بودمش به نظرم آدم صاف و ساده میدونستی با میاد اینجا؟ نه از کجا بدونم؟ آخه خیلی اصرار داشتی بیا که از دوستام گفت جای آروم و دنجیه از اینجا خوشت نمیاد؟ نمیدونم آه تو عاشق شنای عزیزم مطمئنم بهت خوش میگذره احساس میکنم به فرن گفته بودی میای اینجا آه داری عصبانی میکنی آرلنا من تو رو خوب میشناسم. پاتریک زنش رو دوست داره. دستش سرشون بردار. آم چی میگی؟ مگر من چیکار کردم؟ اگه کسی ازم خوشش بیاد که تقصیر من نیست. عجب. پس تو مشکلی نداری کسی ازت خوشش بیاد؟ خب حماقت خودشه به من چه؟ آرلنا به مارشال نزدیک شد و با به گفت: آه تو که میدونی. <laughs> هیچ تو برام مهم نیست کنت <سؤال> <سؤال> از آرلنا دور شد من تو رو میشناسم آرلنا من تو رو میشناسم روبروی هتل سکوها رو تو دل صخره سنگا ساخته بودن پاتریک و کریستیان ردفرن روی یکی از سکوها نشسته بودن سکوت سنگینی بینشون بود پاتریک سکوت و شکست شب قشنگیه نه؟ کریستیان خیلی سر جواب داد آره پاتریک متوجه دلخوری کریستیان شد کریستیان گفت تو میدونستی آرلینا هم میاد آرلینا استوارت؟ نه چرا میدونستی؟ یعنی چی؟ نمیفهمم یعنی چی؟ تو دوست داشتی بیایم اینجا تو اصرار کردی من دوست داشتم بریم همون جایی که ما حسن رفتیم تو اصرار داشتی بیایم اینجا چرا چرا معلومه چون اینجا خیلی قشنگ تره خودش یا مسافراش دختره گفت بیای نه؟ دختره کیه؟ چه اهمیتی داره که ما انقدر در حرف میزنیم؟ خانم مارشالو میگم همونی که عاشقشی کریستیان <متاقیشت> دیوونه شدی؟ بچه بازی چیه؟ ما خوشبخت بودیم پاتریک هنوزم هستیم اما اگه قرار باشه هر بار که با زنی حرف میزنم اینطور گلم شنگه به پا کنی نمیشه کریستیان <متاقیشت> بدون توجه به پاتریک گفت خیلی دوستش داری؟ پاتریک رتفرن با چشمای متعجب گفت کریستیان ولکن من فقط دو کلمه باش حرف زدم همین گمان نکنم ماجرا اینقدر ساده باشه چرا همینقدر ساده است؟ فرقش با زنای دیگه فقط یه کمی خوشگله همین نه فرقش اینه که آدم درستی نیست خونه خراب کنه زندگی رو به هم میزنه بعدم تو رو میندازه تو درد سر پاتریک پاتریک تو رو خود بیا از جزیره بریم کریستیان گریه کرد پاتریک هم عصبانی شد کریستیان مسخره بازی در نیار الکی اینقدر گندش نکن من نمیخوام همچین کاری کنم خیلی خوب پس پاشو بریم هتل. بعد از مکس کوتاه کریستیان بلند شد و با پاتریک به طرف هتل رفت. هرکل پوارو روی تخت سنگی نزدیک زن و شوهر نشسته بود. با تأسف سر تکون می‌داد. پوارو تمام حرفهای کریستیان و پاتریک رو شنیده بود. روزاموند درنلی و کنت مارشال رو چمن کنار صخره نشسته بودن. آدمایی که دنبال جای خلوت و دنجی برای آبتنی می‌گشتن، صبح میمدن کنار صخره. روزاموند نفس عمیق کشید. آه چقدر اینجا آرومه شلوغی شهر واقعا آدم رو کلافه میکنه یاد <applause> روزای بچگی میافتم حیف که فقط خاطرش مونده آره آره همه چی فرق کرده جز <applause> تو <applause> منم فرق کردم خیلی هم فرق کردم میدونم آدم موفق و ثروتمندی شدی ولی همون روزامند بچگی مونی کاش اینجوری بود چیزی <applause> شده؟ نه 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 اما نتونستیم مثل بچگی ها صاف و ساده بمونی البته تو بچگی آدم چی صاف و ساده نبودی من ازت میترسیدم یه بار نزدیک بود خفم کنی روزمون بلند بلند خندید کنت هم خندید چند دقیقه گذشتشون رو مرور کردن و خندیدن کم کم لبخند از روی لب روزمون رفت و چهرش عادی شد یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ نه مگه جرأت دارم روزمون خندی جدی میگم ناراحت نمیشم بگو میترسم فوزولی باشه راحت باش کنت چرا با آرلنا زندگی میکنی؟ چهره کنت به هم ریخت پیپش و عجیبش در آورد و پر کرد روزمون گفت ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم ناراحت نشدم پس چی؟ خیلی دوستش داری؟ بحث دوست داشتن نیست من باش ازدواج کردم بازی که نیست نمیشه با کسی ازدواج کنی و خیلی راحت طلاقش بدی مسئله یارو فرق داره کنت یه عالمه حرف پشت سرشه طبیعیه چون خیلی خوشگله اصلا حرفا هیچ لیندا چی دختر تو سن حساسیه آسیب میبینه خودم هم نگرانشم خب نمیخوای یه کاری کنی؟ چیکار کنم؟ طلاقش بدم؟ هر کی تو شرایط تو باشه همین کارو میکنه آره و من از همچین کارو زندگی متنفرم پس تو متقدی فقط مرگ میتونه شما رو از هم جدا کنه ها؟ آره که <تضحق> <تصف> اینطور لیندا مارشال تو مغازه کوچکی بین کتاب و پرسه میزد کتابا رو یکی یکی برمیداشت نگاه میکرد برمیگردون سر جاش تا چشمش افتاد به یه کتاب قهوهی با جلد چرمی برش داشت و توش رو نگاه کرد همون موقع کریستیان رفن اومد تو مغازه و لیندا رو دید چطوری لیندا؟ چی میخونی دختر؟ لیندا دست پاچه شد کتاب قهوه ای رو زود برگردون به قفسه و کتاب دیگه برداشت هیچی دنبال یه کتاب خوب می تا بخونم لیندا تصادفاً کتابی برداشت و پولش رو به صاحب مغازه داد بعد لیندا و کریستیان دوتایی را افتادن سمت هتل. حرف زیادی با هم نداشتن اما لیندا راضی بود لیندا از خانم رتفرن خوشش می اومد. به نظرش آدم بیازاری بود لیندا بی مقدمه گفت خانم ردفرن تا حالا شده همه چی انقدر غیر قابل تحمل بشه که از قصه بترکین و دلتون بخواد بمیرین حرف لیندا ظاهرا خنده دار بود اما وقتی کریستیان نگاش کرد فهمید خیلی هم شوخی نیست حسابی آشفته و پریشان بود کریستیان نفس عمیق کشید آره از پیش اومده پوارو و با هوراسبلات تو کافه نشسته بودن و گپ می زدن هوراسبلات جزو مردایی بود که مدام از خودشون تعریف می همیشه خودم دنبال جلب توجهم. من از بچگی قایق سواری می کردم قایق سواریم حرف نداشت حتی برای مسابقاتم آمادگی داشتم ولی حالا دیگه حسش نیست بیشتر دلم می تو قایق چرت بزنم رتفرنم خیلی خوب میرونه. دلم میخواد یه بار باش برم قایق سواری ولی خب همش دوربر خانم مارشاله خانم مارشال خیلی خوشگله جای کنت مارشال بودم زندگیمو تعطیل میکردم فقط هوای زنمو داشتم آخر کار دستش میده چه کاری؟ نمیدونم برال مارشال باید حواظشو جمع کنه ردفرنم باید مواظب خودش باشه بلات حرفش حرفشو قطع کرد چون ردفرن به سمتشون اومد آقای بلات بحثو عوض کرد واقعا قایق سواری تفریه جالبیه پاتریک نشست و هراس براش نوشابه سفارش داد پاتریک گفت صحبت قایقرانی بوداره، داره پوارو تایید کرد پاتریک گفت منم اگه شبانه روز قایق سواری کنم خسته نمیشم حیف که الان اندازه قبلا وقت ندارم قبلا کلی دور جزیره میگشتم پوارو گفت پس قبلنم اینجا اومدید آره بچه که بودم زیاد میمدم البته اون موقع جزیره اینجوری نبود چند تا کل به خرابه بود و یه ساختمون متروک میگفتن ساختمون چند تا راه مخفی به قار پیکسی داره ما هم بچه بودیم هر کاری میکردیم تا راه مخفی رو پیدا کنیم ولی خب نشد پیدا نکردیم آقای بلاد دهنشو خوش کرد قار پیکسی کجاست؟ نمیدونی؟ تو خلیج پیکسیه دیگه البته لابلای تخت سنگای بزرگیه فقط یه شکاف باریک و بلند داره که باید سینقید ازش رد شی ولی اگه از شکافش رد شی مثل بقیه قارا پهن میشه کم تر کسی جاشو بلده حتی ما نمیدونن چیه و کجاست هوراس بلات حسلش سر رفت به بهمونهی با آشون خدافزی کرد و رفت وقتی هوراس رفت پوارو به پاتریک خیره شد بعد با لبخند پرسید <تص> بهتون خوش میگذره نه؟ پاتریک جا خورد خب آره چرا خوش نگذره؟ به عنوان یه بزرگتر میخوام توصیهی بهتون بکنم بفرمایید اگه میخواید تو زندگیتون آرامش داشته باشید از زنها دوری کنید پاتریک لبخند مصنوعی زد خیلی دیر گفتین جناب من ازدواج کردم بله همسر جذاب و فهمیده دارید خیلی هم به شما علاقه منده منم دوستش دارم چه خوب پاتریک عصبی شد منظورتون چیه؟ ببینید آقای رتفرم زنها قادرن زندگی رو غیر قابل تعمل کنن واقعا همچین قدرتی رو دارن کاش لاغل همسرتون رو با خودتون نمی آوردید سر در نمیارم اتفاقا خوب میفهمید چی میگم نمیخوام باتون بس کنم دوست من فقط یه توصیه بود خیلی خوب پس بذارید منم به شما یه توصیه بکنم کمتر پای حرفای خال زنکی خانم گاردنر و خانم بروستر بشینید چون خانم مارشال خوشگله همشون به چشم یه تیک آشغال دیگاش میکنم پوارو لبخند زد و بلند شد شما از چیزی که به نظر میرسه جوانترید آقا پوارو در حالی که سر تکون میداد از کافه بیرون رفت پوارو تو راه برگشت کریستیان ردفرن رو دید همسر پاتریک خانم ردفرن رو تخت سنگی نشسته بود و به روبرو خیره بود پوارو بهش نزدیک شد روی سنگ ننشینید سرما میخورید مادم مهم نیست آقای پوارو شما زن فهمیده و عاقلی هستید نباید تصمیمات بچگانه بگیرید به همین امروز فکر کنید صبح انقدر مه بود که جلوی و پامونو نمیدیدیم ولی حالا آسمان صاف صافه, صافه. میدونین از چی خیلی بدم میاد از چی مادم از ترحم خیال میکنی نمیدونم دورو برم چه خبره فکر میکنین این پچ چاره رو نمیشنوم همه 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 را میرن میگن زن بیچاره تفلکی اما من به دلسوزی کسی نیاز ندارم آقای پوارو پوارو دستمالی از جیبش داره برد کنار خانم ردفرن پرن کرد و نشست بذارید یه چیزی بهتون بگم زنهایی مثل ارلین استوارد کوچکترین ارزشی ندارن فعلا که قضیه یه جور دیگه از آقای پوارو موقته باور کنید چیزی که میمونه شخصیت و درایت آدم هاست کریستیان پوزخن زد <applause> به نظرتون مردا اصلا به شخصیت و درایت اهمیت میدن به طور کلی بله کریستیان خندی <applause> اصلا هم اینطوری نیست آقای پوارو <applause> پوارو گفت شوهرتون شما رو دوست داره من مطمئنم اوه اشتباه میکنین نگاه آدم ها هیچ وقت دروغ نمیگه مدام. من دیدم شوهرتون چطوری بهتون نگاه میکنه کریستیان زد زیر گریه پوارو دلداریش داد ازش خواست صبور باشه کریستیان آروم شد و از پوارو تشکر کرد از لطفتون ممنونم آقای پوارو حالم خیلی بهتر شد حالا دوست دارم یکم تنها باشم پوارو از کریستیان خدافزی کرد و به سمت هتل رفت تو رو از پشت بوتهی صدای آرلنا و پاتریک رو شنید پوارو سری تکون داد و رد شد نزدیک هتل آقای مارشال رو دید باش احوال پرسی کرد بعدم آرزو کرد آقای مارشال از مسیری که اومده بود نگذره صبح روز بعد هوا مطبوع آفتابی بود چند نفر زودتر از حد معمول بیدار شده بودن و مشغول شنا بودن لیندا دختر نوجوان غمگین ساعت هشت صبح جلوی آینه نشست بعد از اینکه کتاب قهوه‌ای جل چرمیشو بست به خودش خیره شد آره همین کارو میکنم لیندا بلند شد و رفت تو راه رو تای راه رو یه نردبون بود برای کسایی که میخوان مستقیم از هتل برن شنا کنن لیندا تو را پدره شدید زود بیدار شدی لیندا میری شنام <applause> لیندا تایید کرد اما وقتی پایین پله رسید پیچید سمت چپ و رفت سمت فروشگاه زن فروشنده هنوز کرکره ها رو کاملا بالا نداده بود لیندا منتظر شد بعد رفت تو مغازه و چند تا شم خرید دوباره برگشت به اتاقش دم در کریستیان رو دید آه لیندا چقدر زود بیدار شدی فکر <applause> کردم تو اتاقی دی رفته بودم شنا خانمه کریستیان توجه کریستیان به بسته که دست لیندا بود جلب شد پست اومده؟ اوه چه زود لیندا هول شد بسته از دستش افتاد و شما ریخت کریستیان کمکش کرد که جمعش میکنه آه میخوام برم خلیج گال تو هم میای با من میخوام یه کمی تراحی کنم <laughs> لیندا با خوشحالی قبول کرد همراهی با کریستیان و دوست داشت کریستیان زیاد حرف نمیزد ضمن اینکه مثل لیندا از آرلنا مترفر بود کریستیان گفت من باید ساعت دوازده برگردم قرار تنیس دارم ببینم دهونیم خوبه بریم آره خوبه ساعت دهونیم میام سالن پایین خانم کریستیان لیندا با عجله از پله ها پایین اومد که با خانم درنلی برخورد آه مذارت میخوام خانم دارنلی ساعتی ده با خانم ردفرن قرار دارم ترسیدم دید شده باشه ده و بیست و پنج دقیقه هست لیندا آه, آه خب خوب خوب خیالم راحت شد حالت خوبه لیندا؟ تب نداری؟ چشمای لیندا برده گونه هاش سرخ شده بود آه نه نه نه, نه، خوبم خانم خوبم کریستیان از پله ها پایین اومد خانم دارنلی براش دست کنداد لیندا به خانم درنلی گفت شما نمی او آو نه عزیزم میخوام رو سخره ها بشینم کتاب بخونم بعد در حالی که دور میشد گفت خوش بگذره پوارو سوبونشو تو اتاق خورد بعد از ساته رفت بیرون و راه افتاد سمت ساحل ساعت ده صبح بود پوارو از دور آرلینا رو دید زن جوان سعی میکرد تخت شناشو بکشونه تو آب پارو بهش کمک کرد و آرلنا با رفتار ظریف مخصوص به خودش ازش تشکر کرد. میشه یه خواهشی کنم؟ حتما خانم؟ لطفا به کسی نگین که من اینجام. نمیخوام دنبالم راه بیافتن. دوست دارم یه بارم که شده تنها باشم. آرلنا پارو زنان دور شد. پارو باور نمیکرد. آرلنا واقعا دلش بخواد تنها باشه. هویت آرلنا با بودن توی جمع و جلب توجه شکل می گرفت. پرو حدثت آرلنا با پاتریک قرار داشته باشه اما فوری فهمید که اشتباه کرده. چون زمانی که آرلنا کاملا از ساحل دور شده بود پاتریک و آقای مارشال رو دید که با هم از پله های هتل پایین می مدن. آقای مارشال برای پوارو دست تکن داد. سلام آقای پوارو. آرلنا رو ندیدین؟ پوارو جواب گنگی داد. سلام خانم مارشالم زود بیدار شدن تو اتاقش نبود مارشال به آسمون نگاه کرد عجب هوایی یه عالمی کار دارم اما نمیشه از آبتنی تو همچین هوایی گذاشت حال پاتریک گرفته بود با کلافگی دورو برو نگاه میکرد آخر سرم نشست کنار پوارو پوارو پرسید خانم شما هم زود بیدار شدن؟ کریستیان رفته تراهی جدیدن همش تو خط هناره پاتریک کلافه و پریشون بود حوصله نداشت با کسی حرف بزنه خیلی واضح منتظر ارلنا بود هر بار صدای پا میشنید برمیگشت سمت پله های هتل ببینه کیه بعد کلافه رو برمیگردوند مسافرها دونه دونه از هتل بیرون میومدند خانم و آقای گاردنر با وسایل بافتنی و کتاب پیداشون شد خانم بروسترن بهشون اضافه شد خانم گارنر هنوز از راه نرسیده شروع کرد به بافتن و حرف زدن آه چه سوت و کوره حیف نیست روزه به این قشنگی همه چپیدن تو اتاقاشون فقط آقای مارشال شنا میکنه پوارو گفت چند نفرم رفتن تو قایق سواری آقای مارشال از شنا برگشت حولش و انداخته بود روی دوشش دریا امروز عالیه هف که کار دارم وگرنه حالا حالا ها شنا کردن پاتریک رتفرن بدون توجه به بقیه اطراف هتل رو دید میزد بلکه آرلنا پیداش بشه خانم گارنر تو زنبیلش دنبال کامبا میگشت آدل عزیزم کامبا یه مو تو اتاق جا گذاشتم میشه بری پیاریش؟ آقای گارنر بلند شد آرا عزیزم آقای پوارو از خانم بروستر پرسید امروز شنا نمی کنید؟ صبح زود رفتم شنا شانس آوردم سرم نشکست <متصار> <تصال> <Station> چطور؟ از پنجره یه شیشه پر کردن تو آب نزدیک بود بخوره تو سرم خانم گارنر گفت وای چه آدم های بی پیدا میشن خانم گارنر دوباره شروع کرده حرف زدن کلی درباره اهرام مصر و رمز و رازش حرف زد خانم بروستر برای اینکه بحث رو عوض کنه به پاتیک اشاره کرد و آروم گفت معلوم نیست ماده باب کجا قیبش زده پسر حسابی تو خماری <applause> خانم گاردنر گفت واقعا متاسفم بیچار آقای مارشال مردی به اون خوبی و فهمیدگی نمیدونم چطور همچین زنی رو تحمل میکنه پاتریک ردفرن عصبانی شده بود از جاش بلند شد و رفت کنار آب شروع کرد به قدم زدن همون موقع سرکله آقای گاردنر پیدا شد که کاموای زرشکی دستش بود آه چقدر دیر اومدی اودل پیداش نمیکردم کردم عزیزم پاتریک برگشت سمت جمع خانم بروستر شما امروز برین قایق سواری؟ آره چطور؟ میشه منم با بیام خانم بروستر تعجب کرد آه بله بله حتما خانم بروستر و پاتریک سوار قایق شدن ردفرن گفت دوست دارید از سمت راست دور بزنیم؟ خانم بروستر به ساعت مچیش نگاه کرد وقت هست؟ آره آره هنوز یاز نشده خب بریم پاتریک محکم پارو زد خانم بروستر خوشحال و راضی گفت حالی آره ببینم همین سرعت رو حفظ میکنید یا نه؟ <applause> پاتریک خنده دیگه عصبی نبود پاتریک و خانم بروستر از هوای خوب و دریای آروم تعریف کردن و پاتریک به سمت غرب دور زد انگار هیچ رو صخره ها نیست فقط سایه یکیه احتمالا خانم دارنلیه <تصفح> <تصفح> پاتریک به سمت بالای ساحل پارو زد خانم بروستر گفت باید از طرف چپ میرفتیم الان خلاف جهت آبیم خطرناکی نگران نباشید من اینجا شنا کردم بستگی به مد دریا داره میگن شنا اطراف خلیج پیکسی خطرناکی پاتریک با شدت تمام پارو میزد و مواظب به سخره ها بود خانم بروستر با خودش فکر کرد پاتریک حتما دنبال آرلنا میگرده شایدم آرلنا عمدن تنها رفته تا بیشتر دلبری کنه پاتریک خلیج و دور زد و رسید به جایی که یه تیکه صخره وسط آب بالا اومده بود جای خیلی خوب و قشنگی برای پیکنیک بود گرچه آفتاب خیلی بهش نمیتابید برای همینم خیلی خلوت بود همینطور که حرکت میکردن پاتریک یه نفر رو دید که تو ساحل دراز کشیده بود کیه تو ساحل دراز کشیده؟ خانم بروستر با لحن خشکی گفت شبیه خانم مارشاله <applause> پاتریک جا خورد آره انگار یهو پاتریک رفت سمت ساحل خانم بروستر گفت میخواین برگردین ساحل؟ پاتریک با تندی گفت آه بله بله خانم بروستر ساکت شد قایق به سرعت به ساحل نزدیک میشد نوع دراز کشیدن آرلنا به نظر خانم بروستر عجیب بود کم کم ترسید قایق به ساحل رسید پاتریک با صدای بلند گفت سلام آرلنا آرلنا جواب نداد پاتریک بی توجه به خانم بروستر دست پاچه پرید پایین به سمت آرلنا رفت. خانم بروستر چهره مبخوت پاتریک رو دید. پاتریک گفت وای خدایا مرده. بعد کمی دقیقتر شد. آی کشتنش خفش کردن. خانم بروستر صداش میله آه نه 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 باید به چیزی دست بزنیم خ... خ... خواهش میکنم به هیچی به هیچی دست نزنیم ب... باید سب کنیم پلیس بیاد آره آره نباید دست بزنیم پاتریک با بغز گفت کی؟ آخه کی؟ کی هم جنگاری کرده نباید میمرد نه خانم بروستر ترسیده بود حس میکرد قاتل همون اطراف آقای پاتریک یکیمون باید اینجا بمونه پاتریک موندو، و خانم بروستر رفت بازرس کلگیت آقای نیستون دکتر پزشک قانونی خانم بروستر و پاتریک رتفین دور جسد جمع شده بودند. ماینه تموم شد و دکتر نیستون بلند شد خفه شده با دو تو دست قوی خیلی طول نکشیده ظاهرا فرصت تقلان پیدا نکرده خانم بروستر با دیدن صورت کبود و چشمای وحشت زده آرلنا ترسید و روشو برگردوند. بازرس پرسید، چه ساعتی کشته شده؟ دکتر نیستون سر تکن داد. نمیشه دقیق گفت، یه چیزایی رو باید در نظر گرفت، الان ساعت م... یه رو یکه. شما چه ساعتی جسد رو پیدا کردید؟ پاتریک هنوز گیج بود. درست یادم نیست، حدود دوازده. خانم بروستر گفت ساعت دقیقا یه رو به دوازده بود آقا بازرس گفت اولین بار که فکر کردید دراز کشیده چی؟ ساعت چند بود؟ پنجشیش دقیقه قبلش بود دکتر نیستون گفت با این حساب بین ساعت ده تا حد اکثر یه رو به یازده کشته شده بازرس دفتر دفترچش و بست بسیار خوب خیلی ممنون حدود یک ساعت باز رسکل گیت از پادریک و خانم بروستر خواست هویت آرلنا رو تایید کنند. بعد همه راه افتادن سمت هتل و یه معمور کنار جسد موند. رئیس پلیس مشغول خوشبش با پوارو بود. سرنگ وستون و پوارو قبلا تو پرونده با هم همکاری کرده بودند. حالا در موردش حرف می زدن. سرنگ وستون گفت تو این پرونده چی کمکمون می اگه بتونم حتما باعث افتخاره لطف میکنید خب قبل هر چیز باید بدونیم کی آخرین بار خانم مارشال رو دیده خدمتکار هتل ساعت نو براش صبونه برده دختری هم که تو دفتر هتل کار میکنه حدود ساعت ده مقتول رو دیده پوارو گفت کسی که دنبالشید منم واقعا آخرین بار شما مقتول رو دیدی چه ساعتی بود ده و پنج دقیقه کمکش کردم تخت شناش و بندازه تو آب با همون تخت شنا رفت؟ بله تنها؟ بله چه ساعتی؟ ده و افتاد کدوم سمت؟ قاره پیکسی چقدر طول میکشه برسه به قاره پیکسی؟ درست نمیدانم شاید حدود نیم ساعت نظر منم همینه اینه اگه یه رو به رسیده باشه ماجرا درست از آب در میاد نظر دکتر چیه؟ نظر خاصی نداره یکم محتاطه گفته حد اکثر یه رو به پوارو با سرتکن داد یه نکته دیگه خانم مارشال از من خواست به کسی نگم کجاست آجا نکته مهمیه نه؟ بله موافقم چجور زنی بود؟ آقای پارو مکس کرد چیزی ازش نشنیدید؟ چرا میدونم چیا پشت سرش میگن چقدر حقیقت داره واقعا پاتریک رفن سر و سری سر داشت؟ بدون شک روتون به خاطر زن اومده اینجا آره؟ میشه اینطوری همه حد زد شوهر زنه میدونه که نمیشه فهمید آقای مارشال خیلی تو داره اما آقای باید میفهمید تو رو تایید کرد کنت مارشال همسر مقتول اولین کسی بود که سرهنگ وستون ازش بازجویی کرد. مارشال علا رقم چهره گرفتش آروم بود. متاسفم که تو همچین شرایطی مزاحمتون میشم، و ما همونطور که میدونید مراحل قانونی باید هرچه زودتر طی بشه. میفهمم. خانم مارشال همسر دوم شما بود؟ بله چند سال بود ازدواج کرده بودید؟ حدود چهار سال اسم ایشون قبل ازدواج چی بود؟ هلن استوارت اسم هنریش ارلنا بود ارلنا استوارت بعد از ازدواج هنر پشگی رو ادامه دادن بله تا یک سال و نیم پیش چرا کنار گذاشتن؟ خسته شده بود شما ازش نخواسته بودید؟ نه یعنی از شغلش راضی بودی؟ خب ترجیح می دادم هنر پیشه نباشه ولی چیزی بهش نمی گفتن. پس اختلافی بینتون نبود؟ نه مختار بود هر کاری دوست داره بکنه پس در مجموع زندگی خوبی داشتید کاملا در خصوص قطع همسرتون به کسی شک دارید اصلا کسی باشون دشمنی نداشت بعید نیست همسر من خیلی زیبا بود ممکن بود خانم بهش حسودی کنن و از سر دشمنی براش حرف در بیارن اما خیلی بعید کشته باشنش پوارو گفت منظورتون اینه که همه یا بیشتر دشمنای خانم مارشال زن بودن بله سرهنگستان پرسید همسرتون با کسی تو هتل آشنایی قبلی داشت؟ فکر کنم آقای ردفرن رو قبلا تو مهمونی دیده بود. آقای مارشال کم کم کلافه میشد. سرنگستون متوجه حال بدش شد. آخرین بار کی همسرتون رو دیدید؟ وقتی رفتم صبحونه بخورم. اتاقتون جدا بود؟ بله. چه ساعتی دیدینش؟ حدود نه. چی کار میکرد؟ نامه هاشو میخوند. چیزی نگفت؟ حرفای معمولی. صبح خیر امروز هوا خوبه و از این حرفا حالش چطور بود؟ غیر عادی نبود؟ نه کاملا طبیعی بود پوارو پرسید در مورد نامه ها حرفی نزدن؟ چرا گفت یه سری صورت حسابه؟ همسرتون همیشه تو رخت خواب صبحونه نمیخوردن؟ بله همیشه معمولا چه ساعتی از اتاق بیرون می آمدن؟ معمولا یازده به نظرتون چرا امروز ساعت ده از اتاق ماده بودن بیرون؟ نمیدونم شاید هوا زدش کرده بود دیگه ندیدینش؟ بعد صبح رفتم ببینمش تو اتاقش نبود پوارو گفت بعد اومدید تو ساحل از من پرسیدید که همسرتون رو دیدم یا نه؟ بله و شما گفتین ندیدینش بستان گفت با همسرتون کار خاصی داشتید؟ نه فقط میخواستم بدونم کجاست همسرتون تصادفی با آقای رتفرن آشنا شده بود؟ ب... ب... میشه سیگار بکشم؟ آقای مارشال جیباش گشت ب... ب... پی... پی... پیپم کو؟ آقای پارو بهش سیگار تعارف کرد و براش روشنش کرد آقای مارشال گفت بله فکر کنم آشناییشون تصادفی بوده تو یه مهمونی اما حس میکنم بعدا خیلی سمیمی تر شده مارشال برافروخته و عصبانی شد یعنی چی؟ کی گفته؟ مسافرای هتل میگن همش شایعه است اما برداشت من اینه که بالاخره زمینه هایی برای شایعه فراهم بوده چه زمینه هایی؟ خب ظاهرا مدام همو هم میدیدم همین پس یعنی حقیقت داره دقت نکرده بودم شاید اعتراضی نداشتید نه حتی وقتی حرف پشت سرش بود نه آقا من سرم به کار خودم بود حرف زیاده اگه شایدی باشه که حرفا رو تایید کنه چی؟ زن من مرده نمیتونه از خود دفاع کنه منم نمیخوام عراجیف و باور کنم نمیفهمم حرفای خال زنکی چه ربطی به پرونده قتل داره پوارو گفت خیلی ربط داره آقای مارشال ما تا ندونیم مقتول چه جور روحیاتی داشته چه ارتباطی با افراد مختلف داشته و چه جور آدمی بوده نمیتونیم به نتیجه درست برسیم آقای مارشال با تنه گفت البته همچین طرز فکری فقط مختص شماست پوارو گفت به شما به خودتون ببالید چون کمکی به ما نکردید یعنی چی به جز بدیهی یا چیزی در مورد همسرتون نگفتید اینکه زیبا بود و محبوب آقای مارشال شونه بالا انداخت شما دیوونه ایم بعد رو کرد به سرهنگ وستون. سوال دیگه ای هست؟ بله بفرمایید امروز صبح چی کار کردید؟ ساعت نه صبح صبحونه خوردم بعد رفتم اتاق همسرم نبود رفتم تو ساحل از آقای پارو سراغشی گرفتم بعد یکم شنا کردم برگشتم هتل فکر کنم 20 دقیقه و 11 بود ده, ده دقیقه طول کشید خدمتکار اتاق مرتب کنه بعد نشستم پای کارم و چند تا نامه تایپ کردم تا حدود ده دقیقه به دوازده بعد فوری لباس عوض رفت کردم رفتم سمت زمین تنیس که بقیه معطل نشن بقیه؟ خانم ردفین، خانم درنلی و آقای گاردنر. خیلی ممنون. فقط یه مورد فرمالیته. کسی شهادت میده شما از ده دقیقه به یازده تا ده دقیقه به دوازده مشغول کار بودین؟ آقای مارشال پوزخند زد. فکر میکنید من زنم و کشتم؟ همونطور که گفتم فرمالیت هست. از همه میپرسیم. آقای مارشال مکس کرد. خدمتکار همون طرف ها بود. شاید صدای ماشین تحریر رو شنیده باشه خود نامه ها میتونین ببینین تایپ کردنش حداقل یک ساعتی زمان میبره همسرتون وصیت نامه داشت خیر پس شما وارث بله قوم و خیش دیگه ای هم داشت نه پدر مادرش تو بچگی از دست داده بود خواهر برادرم نداشت همسرتون ثروتمند بود تقریبا آقای ارسکین قبل مرگ تمام ارسیش به آرلنا بخشیده بود چیزی حدود پنجا هزار پوند بازجوی مارشال تموم شد و از اتاق بیرون رفت پوارو وستون و کلگیت به هم نگاه کردند کلگیت گفت به نظر من انگیزه قطع هم میتونه حسادت باشه هم پول البته حسادت قابل قبول نیست چون شوهرش از ماجرای پاتریک بیخبر بود پوارو گفت اما به نظر من میدونست چطور؟ یه شب تو محبت قدم می زدم. آقای رتفن رو خانم مارشال رو دیدم. به هم ابراز علاقه کردن. چند دقیقه بعدم آقای مارشال رو دیدم. چهرش خشک و حالت بود. میدونست من شک ندارم. سر هم وستون گفت. پس ممکنه خودش در کمال آرامش زنش رو سر بنیز کرده باشه. پارو سرش رو بنشونه اینکه که موافق نیست تکون داد. کولگیت گفت. به نظر من کاری از چهره مرموز به ظاهر آرومش برمیاد پوارو گفت چهرش برای منم جالبه همینطور دلیل غیبتش از محل وقوع جرم کلگیت گفت به نظر منم دلیل خوبی نبودم اما اگر خدمتکار شهادت بده باید دنبال مزنون بعدی باشیم ببینید به نظر من کارکنان هتل رو فعلا کنار بذاریم حالا باید ببینیم قاتل بین آدمای هتل یا نه اگه فرض کنیم قاتل انگیزه مالی داشته و اصلی شوهرشه و اگه فرض کنیم کسی از حسادت این کارو کرده احتمالا یک زنه سرهنگ وستون گفت به نظر منم دشمن درجه یکش باید یه زن باشه پوارو گفت اما همچه کاری از یک زن برمیاد؟ نظر پزشک قانونی چیه؟ پزشک قانونی معتقد قاتل یا مرد یا زن ورزشکار با هیکل مردانه که البته بعیده پوارو تایید کرد اگه پای سم، چاقو یا حتی اسلحه وسط بود میشد به زنها فکر کرد اما برای خفه کردن باید دنبال یک مرد باشیم با کتاب همه جا گرچه سر نخی نداریم دو نفر برای قتل خانم مرشال انگیزه دارن که هر دو زن هستند. بستون گفت یکیشون خانم ردفورنه نه؟ برای انگیزه کافی رو داشته اما دستاش خیلی ظریفه نمیتونه کسی رو خفه کنه بستون تایید کرد به نظر منم قاتل مرده سرهنگ بستون اسامی مسافرای هتل رو بررسی میکرد روبه پوارو گفت نظرت چیه؟ خانم و آقای گاردنر زوج خوبی هن. زیاد سفر میرن تمام حرفاشو رو خانم گاردنر تنهایی میزنه. آقای گاردنرم به گلف و تنیس علاقه داره. تنز خاصی هم تو کلامش هست. به نظر آدمای سالمی هستند. آقای رتفرن هم مرد جذابیه. شناگر ماهر و تنیس باز خوبیه. زنشم آرام و زیباست. آقای رتفرن هم دوست داره. در زم چیزی داره که خانم مارشال نداشت. عقل هراسپلات مرد ثروتمندیه و به شدت دنبال جلب توجهه به نظر آدم مرموزی هم هست روزمان درنلی طراح لباس معروف و صاحب شرکت روزموند زن مستقل و مقتدریه دوستی دیرینه هم با آقای مارشال داره خانم بروستر قایقران ماهریه ورزشکاره و هیکل مردانه ای داره ولی بعید میدانم روحیش زمخت باشه با همه مهربانه آقای استفن لین آدم خاصیه به نظرم کمی متعصبه پوارو رفت تو فکر وستون گفت به چی فکر میکنی؟ به امروز صبح خانم مارشال از من خواست به کسی نگم کجاست من فوری مطمئن شدم با آقای رتفرن قرار داره ولی زود فهمیدم اشتباه کردم خانم مارشال با کی قرار داشت؟ وستون گفت شاید میخواسته تنها باشه پوارو با سر رو رد کرد نه من ارلنا بدون توجه دیگران هیچ بود. شخصیتش تو برخورد با دیگران و تحسینشون معنا می گرفت. خیلی واضح بود با یکی قرار داره. سرهنگ وستون نفس عمیقی کشید. باید برگردیم به بازجویی. لیندا مارشال برای بازجویی اومد. حراسان و آشفته بود. سرهنگ وستون سعی کرد آرومش کنه. متاسفم که پات به همچین ماجرایی کشیده شده عزیزم اصلا نگران نباش چند تا سال ساده است لیندا جان امروز صبح آرلنا رو دیدی؟ نه 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 آقا صبح خیلی دیر می اومد پایین صبونش هم تو اتاقش می خورد من زودتر صبونم خوردم تو رستوران از وقتی بیدار شدی چی کار کردی؟ خب اول صبح شنا کردم بعد صبحونه خوردم ساعت ده و نیم با خانم ردفرن قرار داشتم که که, که بریم خریج گال من چند دقیقه زودتر رسیدم پوارو گفت تو خلیج گال چی کار کردید؟ من آفتاب گرفتم خانم ردفرنم تراحی کرد و وقتی من رفتم شنا خانم ردفرنم برگشت هتل که به قرار تنیسش برسه سرنگ وستون با ملایمت گفت یادت خانم رتفرن چه ساعتی برگشت هتل؟ آ, آ اه, یه رو به دوازده بود آقا از رو همین ساعتی که دستته؟ آه آه بله بله میشه ببینم؟ لیندا ساعتش را به وستون داد کاملا دقیقه خب بعد شنا چی کار کردی؟ مستقیم برگشتم هتل آقا چه ساعتی رسیدی؟ حدود یک بود همون وقت هم خبر مرگ آلنا رو شدیدن سرنگستون با منمن پرسید لیندا تو تو آرلنا رو دوست داشتی؟ باش مشکلی نداشتی؟ <خرج> <خرج> لیندا هول شد نه 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 چه مشکلی نه بابا مهربون بود آخه خیلی با نامادریشون رابطه خوبی ندارن حتما شنیری نه 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 ما مشکلی نداشتیم آقا با بابام خوب بود اگرم نبود خب به من مربوط نمیشد اختلافی دعوایی بخصی با پدرت نداشت آه نه 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 بابای من اصلا دعوایی نیست خودت به کسی مشکوک نیستی؟ من؟ م... نه, نه نه شاید فقط خانم ردفرن چطور؟ خب خب به خاطر شوهری آقا شو آخه آخه, آخه, آخه آشق آلنا شده بود البته خانم ردفرن جورش نمیرسه بعدم خیلی مهربونه شاید فقط آرزوش بود که آلنا بمیره بازی و تموم شد و نوبت به پاتریک رتفرن رسید پاتریک رتفرن هنوز رنگ پریده و ناراحت بود اما به رفتارش مسلط شده بود چند وقت بود خانم مارشال رو میشناختید؟ حدود سه ماه چطور باش آشرا شدید؟ خیلی اتفاقی تو مهمونی بازم هم دیگر رو دیدید؟ بله چند بار آقای مارشال خبر داشت؟ نمیدونم پارو گفت همسر شما چطور میدونست؟ بله بهش گفته بودم که آرلینا استوارت هنر رو دیدم اما نمیدونست که مرتب میبینیدش خب شاید نه پستون پرسید قبل از این که بیاید اینجا بخالا به خانم مارسال همه هنگ کرده بودید درسته؟ رتفرد یکی دو دقیقه ساکت موند بعد شونه بالا انداخت و گفت ظاهرا مجبورم همه چی رو بگم بله من عاشق آرلنا بودم دست خودم نبود همه رو شیفته خودش میکرد آرلنا ازم خواست بیام اینجا اول مخالفت کردم ولی بعد راضی شدم دیوونش شده بودم هر کاری ازم میخواست انجام میدادم واقعا مثل جادوگرا بود هر کیو دلش میخواست به دست می آورد. بعد که میدید تو چنگش رهاش میکرد اما امروز وقتی جسدش رو دیدم گیت شدم توان فکر کردن ندارم آقا پارو گفت خب حالا چی من تمام حقیقت رو بهتون گفتم نمیدونم چقدر از حرفم قرار افشا بشه ولی خودتون میدونید حرفا با احساسات من ربطی به قتل آرلنان نداره فقط زندگی رو برای زنم جهنم میکنه شاید با خودتون بگید چرا تا حالا به فکر زنم نبودم اما باور کنید من همیشه براش ارزش زیادی قائل بودم حماقت کردم با آرلنا پریدم کریستیان خیلی باهاش فرق داره کریستیان زن متشخصیه نمیدونم چی کار کنم که حرفم رو باور کنید به پاتریک نزدیک شد باور میکنم آقای ردفرن سرهنگ وستون گفت احساسات و روابط شما آقای ردفرن شاید به خودی خود ربطی به جنایت نداشته باشه اما ممکنه انگیزه ی جنایت شده باشه مثلا فرض کنید کرت مارشال از قضیه خبردار شده باشه خدایا یعنی مارشال زنشو کشته؟ نه امکان نداره چرا؟ مارشال آدم آرومیه نظر ارلنا چی بود؟ نمی ترسید شوهرش بفهمه؟ پاتریک مکس کرد خب ترس نه ولی نگران بود نمیخواست شوهرش بفهمه حرفی از طلاق نمیزد؟ اصلا از زندگیش راضی بود امروز صبح خانم مارسال قرار داشتید؟ قرار نه ولی معمولا صبح اما می دیدیم پس امروز جا خوردید که نبود ها؟ بله منتظر بودم پیداش بشه شاید رفته بود یکی دیگر رو ببینه اگه این طوری باشه حدس بزنید کی بوده؟ پاتریک کمی فکر کرد نه به نظرتون چرا رفته پیکسی؟ نمیدونم معمولا همشی کاری نمیکرد... کریستیان رفن با لباس سفید تنیس اومد تو قطعا زن با اعتماد به نفس و جذابی بود معذرت میخوام وقتتون رو میگیرم مادام بلدفرن حتما درک میکنید که ناچاریم بله بله مشکلی نیست درک میکنم خب از کجا شروع کنم پوارو گفت از صبح زود هرچی زودتر بهتر آه. میرفتم صوبونه بخورم سر را سری به اتاق لیندا مارشال زدم که باهاش قرار بذارم بریم خریجه گال قبل صوبونه شنا نکردید؟ نه 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 صبح زود سرده معمولا صبر میکنم تا آب کاملا گرم بشه برعکس همسرتون درسته؟ آه بله بله پاتریک معمولا صبح شنا میکنه خانم مارشال چطور؟ لحن کریسیان تغییر کرد سرد و خسمانه بود ایشون تا نزدیکای های از اتاقش بیرون نمی اومد گفتید قبل صبحونه رفتید اتاق لیندا یادتونه چه ساعتی بود؟ مم... آه... حدود هشتنیم شاید یک کمم دیرتر لیندا بیدار بود؟ بله اما تو اتاقش نبود نبود؟ خیر گفت شنا بوده بستون گفت خب بعد هیچ بعد صبونه خوردم و برگشتم اتاقم و جلی برداشتم و رفتیم سمت خلیجی گال شما و لیندا؟ بله 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 ساعت چند بود؟ فکر میکنم دقیقا دهونیم بود خب رفتیم خریجه کال لیندا آفتاب گرفت منم تراحی کردم آقا کی برگشتید؟ آه یه رو به دوازده دوازده قرار تنیس داشتم ساعت داشتید؟ او نه نه از لیندا پرسیدم پوارو گفت مطمئنید وقتی برمیگشتید لیندا رفت تو دریا خانم فر مکس کرد رفت تو فکر مم. آره وقتی این وسالم رو جمع می کردم صدای پاشو تو دریا شنیدم سرهنگ گفت خب بعدش هیچی برگشتم هتل لباسم رو عوض کردم و رفتم زمین تنیس پیش بقیه کیا؟ خب آقای مارشال خانم گاردنر خانم دارنلی دو دور بازی کردیم میخواستیم دور جدید رو شروع کنیم که خبر دادن آرلنا کشته شده آقای پوارو گفت چه احساسی داشتید؟ چهره کریستیان به هم ریخت چه احساسی؟ معلومه وحشتناک بود میفهمم میخوام بدونم نظر شخص شما درباره خانم مارشال چی بود مهمه گمانم خب به نظرم آدم بی مغز و پوچی بود از همون زنایی که مردا مدت کوتاهی جذبشون میشن بعد ولشون میکنن مسلما زندگیش با زنهای عادی فرق داشت پس قاعدتا مرگش هم باید با بقیه فرق میکرد از بلایی که سرش اومده تعجب نکردم چون احتمالا به اخازی حق گل سکوت خشونت حسادت یا هر کسافت دیگه آلوده باشه وستون پرسید منظور خاصی از حق و سکوت و اخازی داشتید؟ خانم ردفین به من من افتاد خب 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 راستش خب, خب اتفاقی شنیدم یه شب وقتی میرفتم سمت ساحل شنیدم دو نفر با هم حرف میزنن یکیشون آرلنا بود میگفت تو حق نداری اینقدر منو تحت فشار بذاری الان همینقدر پول دارم بردم بهش میگفت سر رو شل کن و نه مارشال همه چی رو میفهمه خب منم برگشتم سمت هتل چند دقیقه بعد آرلنا رو دیدم که حسابی آشفته بود وستون گفت بردر رو نشناختید خیر آقا فقط صداش خیلی بم بود متشکرم خانم رتا پوارو بازرس کلگیت و رئیس پلیس وستون داشتن فکر میکردن که یه دفعه پوارو سکوت و شکست کسی که باج میداده کشته شده جالب نیست؟ کلگیت گفت عجیبه معمولا باجی را کشته میشن وستون گفت از طرفی دلیل رفتار امروز خانم مارشال مشخص میشه احتمالاً با باجگیر قرار داشته و نمیخواسته کسی بدونه پوارو گفت بلی ولی چرا وسط جزیره؟ تنها راه قاره پیکسی؟ یه نردبون تنابیه که پایین رفتن ازش کار هر کسی نیست پتریک میگفت کار راحتی نیست زمنان هرکسی میتونه تو قار مخفی بشه دو چیزو باید بفهمیم یکی اینکه چرا رفته پیکسی یکی این که رفته کیو ببینه کلگیت گفت گمانا باید بریم قاره پیکسی شاد سرلقی پیدا کردیم وستون به لیستش نگاه کرد موافقم به جز خدمه هتل خانواده گاردنر آقای باری آقای لین و آقای بلات از بقیه بازجویی کردیم بازرس کلگیت گفت جسارتا قربان خانواده گاردن رو میشه حذف کنیم چون تمام مدت تو ساحل بودن شاهدشون آقای پواروه پوارو تایید کرد بازرس گفت آقای باری ساعت ده صبح رفت بیرون و ساعت یک و نیم برگشت آقای لین هشت صبح صبحونه خورد و رفت گشتی بزنه که هنوز بر نگشته. آقای بلاتم مثل هر روز ساعت نه و نیم رفت قایق سواری و ایشون هم هنوز بر نگشته وستون با لحن معنیداری گفت قایق سواری؟ بله قربان باید نیست کار خودش باشه باید باش حرف بزنیم راستی خانم بروستر که با پاتریک جسد و دیده چطور آدمیه؟ معمولی و معقوله حرف بدی پشت سرش نیست نوبت باجوی سرگرد باری شد سرگرد گفت خوشحال بیشم کمکتون کنم قبل از اینکه کسی سوالی به پرس سرگرد باری دوباره گفت ماجرای قتل منو یاد قضیه انداخت یه یاروی آدم آروم و خوبی بود اما سرگوش زنش می جنبید. یه روز شوهر فهمید و در کمال آرامش رفت سراغ زنش رو خفش کرد پارو گفت شباهت مثال شما با داستان خانم مارشال چیه؟ خفگی اینکه یه خون جلو چشم تو بگیره و یکی رو بکشی یعنی فکر میکنید آقای مارشال هم همچین حسی داشت؟ منظورم دقیقا این نبود مارشال مرد خوبیه وستون از خوشی رفتن باری خسته شده بود آقای باری امروز صبح کجا رفتید؟ رفتم چند تا تلفن بزنم تلفوناتون شخصی بود؟ هم شخصی هم کاری تو تلفن خونه کسی رو دیدید؟ با کسی حرفی زدید؟ از من شاهد میخواین؟ به هر حال روال قانونی شه متوجه هم. من ما تو اما شاهد ندارم کلی آدم تو تلفن خونه بود ولی نمیدونم کسی منو یادشه یا نه که اینطور متشکرم آقای باری باری رفت و وستون از کلگیت خواست مطمئن بشه که آیا باری راست میگه یا نه واقعا رفته تلفن بزنه خانم بروسترم حرفای بقیه رو تکرار کرد پیدا کردن قاتلش کار سختی نیست کافیه به گذشتش رجوع کنیم پارو وستون و کلگیت به خانم بروستر خیره شدن وستون گفت واقعا فکر میکنید به گذشتش ربط داره بله یعنی یه نفر از خوشی اومده تو جزیره و هیچ کس طرف رو ندیده؟ خب چرا باید دیده باشن؟ ما همه تو ساحل بودیم کریستیان و لیندا هم رفته بودن خلیج گال آقای مارشل هم تو اتاقش بود کسی نمیمونه آقا البته به جز خانم دارنلی که روی سخره ها کتاب میخوند من مطمئنم ممنونم خانم بروستر خواهش میکنم سوال دیگه نیست؟ نه متشکرم خانم بروستر از اتاق رفت بیرون کولگیت گفت اگر دلایلش واسه قیبت از محل وقوع جرم کامل نبود شک نمی کردم خودش قاتله دستو شدیدین؟ عین دست مردو بود شایدم قوی تر پوارو گفت ولی همونطور که گفتید پرونده صبحش کاملا پاکه خانم روزمون در نلی حتی تو موقعیت باجویی برای پوارو جذاب بود مثل همیشه موقر و متشخص حدود نهانیم صبح صبحانه خوردم بعد برگشتم اتاقم چند جلد کتاب برداشتم با چتر آفتابی رفتم سمت سخره ها حدود دهونیم بود ده دقیقه به دوازده برگشتم هتل راکت های تنیس رو برداشتم رفتم سمت زمین تنیس بستون پرسید زمانی که رو سخره ها نشسته بودید خانم مارشال رو ندیدید؟ خیر آقا ندیدید با تخت شنابر سمت خلیج پیکسی؟ خیر آخه من کتاب میخوندم هر از گاهی چشم و از کتاب بر می داشتم و دریا رو نگاه می کردم. ولی خوب هر بار خلوت بود حتی خانم بروستر و آقای ردفرنم ندیدید؟ خیر اصلا آقای مارشال رو از قبل می شنختید؟ من نه کنت مارشال از بچگی می شناسم همسایه بودیم البته سالها بود که ندیده بودمش خانم مارشال چی؟ خب قبل از اینکه اینجا تو جزیره ببینمش شاید پنج شش کلمه باهاش حرف زده بودم آقای مارشال و همسرش با هم خوب بودم او بله بله رابطهشون خوب بود آقای مارشال زنش رو دوست داشت اینطوری به نظر می اومد. در زم من اطلاعات خیلی درستی ندارم آقا آقای مارشال سنتیه راحت زیر حرف و تعهدش نیمی زنه. <laughs> شما از خانم مارشال خوشتون میومد؟ خیر آقا چرا؟ خب حتما خودتونم متوجه شدید <applause> زنا ازش خوششون نمی اومد من فقط از اینکه مشتریم بود خوشحال بودم چون بلد بود چطوری لباس ببوشه لباسش گرون قیمت بود؟ بله طبیعتا هم خودش پولدار بود هم کنت بهتون نگفته بود کسی ازش حق و سکوت می گرفته؟ <تص> کی هارلنا؟ تعجب کردید؟ او خیلی <تص> اما ممکنه خب آخه بابت چی باید از آرلنا حق و سکوت گرفت آقا؟ هر چیزی که خانم مارشال دلش نخواد همسرش بدونه <applause> <applause> نمیدونید دشمن داشت یا نه؟ خیر آقا به نظرم اینو باید از کسی بپرسین که باهاش مشکل داشته نه از بازجوی روزمان در تموم شد تو اتاق آرنلا مارشال نامه پیدا شد از طرف مردی به نام جی ان. ارلنای عزیز از چین هستم و شاید سال های سال تو را نبینم گمان نمی کنم مردی این چون که من دیوانه تو هستم عاشق زنی باشد برای آن قطعه چک هزار بار از تو ممنونم حالا دیگر نمی توانند مرا تعقیب کنند حتما درک می کنی که فقط بد شانسی بود دلم میخواست خواست سراپای تو را جواهر بگیرم نشد مرا ببخش فراموش نکن میدانم که نخواهی کرد باز از کوریت گفت باید بفهمیم این آقا واقعا رفته چین یا نه شاید عاشق سینه چاک یهو از ماجرای پاتریک با خبر شده ها بکنم نامه به دردمون میخوره تو رو تایید کرد به نظر منم نامه مهمه خیلی هم مهمه بعد از اتاق آلنا نوبت اتاق کنت مارشال بود یه اتاق معمولی که تنها نکته به درد بخورش نامه بود که مارشال صبح روز قتل تایپ کرده بود کورگیت گفت از کجا معلوم نامه ها از قبل آماده نشده باشه؟ وستون ازش خواست در این مورد تحقیق کنه بعد خودش و پوارو به اتاق لیندا دختر نوجوان مارشال رفتن وستون تو اتاق چرخی زد چیز خاصی دستگیرش نشد و از اتاق بیرون رفت اما هم پوارو همونجا موند فهمید تازگی یه چیزی تو اتاق سوخته شده خاکستری رو پیدا کرد ریخت روی یه تیکه کاغذ خاکستر تقویم نیم سوخته بود با مقداری شمع آب شده سنجاق و موی سر چرا یکی باید همچی چیزایی جمع کنه؟ برای اینکه چیز بیشتری پیدا کنه، اتاق دوباره گشت. به کتابای کتابونه نگاه کرد. چشمش به کتابی خورد که پشت کتابای دیگه بود. کتابی کهنه با جلد قهوه‌ای چرمی. هتش میزنه. پوارو و وستون به اتاق خانواده رتفرن و خانم درنلی هم سرک کشیدن، اما چیزی دستگیرشون نشد. بوی خوش عطر خانم درنلی تو فضای اتاق پیچیده بود. پارو نفس عمیقی کشید و از بوی عطر حز کرد. وستون از خدمتکار اتاق مختول بازجویی کرد. زن خدمتکار سی ساله بود یه زن زبر و زرنگ که جوابای قاطع میداد. نظرتون درباره خانم مارشال چی بود؟ خب خب زیاد آدم حسابی نبود آقا اگه از چیزی ناراحت بود داد میکشید خیلی خوشگل بود هممون هم رو قبول داشتیم اما ازش خوشمونه میومد رابطش با همسرش چطور بود؟ خدمتکار مکس کرد آقا شما با آقای مارشال مشکوکی؟ پارو پوری گفت شما نیستید؟ خیر آقا نه آقا غیر ممکنه فکر نمی کنم آقای مارشال همچین کاری کرده باشه پس شما مطمئن نیستید خب چی بگم از آدم هر چی بگی برمیاد مخصوصا اگه ماجرای پاتریک ردفرنو میفهمید خب گمونم گمونم خانم مارشال میترسید شوهرش قضیه رو بفهمه شما چیزی شنیدید؟ آه 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 نه نه فقط حس میکنم اینجوری بود آقا امروز صبح کیا رفتن شنا؟ آقای مارشال و آقای ردفرد لیندا چی؟ نه آقا حولش خشک بود البته بیشتر صبح میره شنا از هیچ کدام اتاقا شیشه یا بطری کم نشده؟ شیشه چی؟ من اطلاع دقیق را دارم گفتم شاید شما بدونید اگه منظورتون اتاق خانم مارشاله نمیشه کم شدن یکی دوتا شیشه رو فهمید اما اما بقیه اتاقا ممکنه پس لطفا اگر به نتیجه رسیدید به ما خبر بدید آه, آه، چش آقا خدمتکار از اتاق بیرون رفت و وستون به پوارو نگاه کرد قضیه شیشه چیه خانم بروستر گفت امروز که شنا کرده از طرف اتاقای بطری پرت شده تو دریا نزدیک بوده سرش رو بشکنه میخوام بدونم از کدام اتاق پرد شده او که میتونه یا که به درد نخوره بندازه دور بله ولی بله میندازه تو سطل میذاره کنار پنجره فقط زمانی پرتش میکنه تو دریا که بخواد از شرش خلاص بشه نکنه میخوای بگی بعد این همه هر فکر میکنی آرلنا رو مسموم کردند پرو خندید <تصفح> نه سم رو فراموش کن پس چی؟ خدمتکار در زد و اومد تو قربان من اتاقا رو گشتم شیشه ای کم نشده مگه اینکه از اتاق خانم مارشال کم شده باشه که حسابش هم دست من نیست ممنون چیز مهمی نبود فقط یک سال امروز متوجه چیز عجیبی نشدید درباره خانم مارشال هر کی و هر چی که باعث شده باشه بگید خنده یا مسخره است یا عجیبه آه نه چیزی نبود فقط حدود ساعت دوازده صدای دوش همون می اومد با خودم گفتم آخه کی ساعت دوازده دوش میگیره؟ خب کی بود؟ نمیدونم قربان فقط صدای لوره های فازلا بشنیدم خدمت کار و خانم دارنلی همراه بازرس کلگیت اومد تا گفته آشوف تکمیل کنه متاسفم نمیخواستم دوباره مزاحم بشم شاید حرفم ارزش گفتن نداشته باشه ولی بستون گفت ایرادی نداره بفرمایید خانم آه خب بهتون گفتم امروز صبح رو ها کتاب میخوندم اما فراموش کردم بگم یه بار برگشتم هتل که عینک آفتابی مو بردارم چه ساعتی؟ آه حدود یازده و پانزده دقیقه مستقیم رفتید اتاقتون رو برگشتید؟ آه بله بله البته یه نگاهی به اتاق آقای مارشال انداختم چیزی تایپ میکرد با خودم گفتم آدم باید احمق باشه تو روزه به این قشنگی بشینه تو اتاق بهش گفتم از اتاقش بیاد بیرون اما اونقدر غرق کار بود که شاید اصلا صدای منو نشنیده باشه چه ساعتی بود؟ دقیقا یازده و بیست دقیقه ساعت دیواری رو نگاه کردم خانم درنلی رفت بازرس کورگیت گفت در این صورت مارشال تبرهه میشه خدمتکار صدای ماشین تحریر رو تا حدود پنج دقیقه به یازده شنیده خانم دارنلی ساعتی 11 و 20 دقیقه مارشال رو در حال کار دیده. نامه هم از دوستش هست که تاریخ تمر روش و مهر پست تایید میکنه مال دیروزه و نامه های مارشال در جواب دوستش نوشته شده. پس بعد همین امروز تایپ شده باشه. نوشتن نامه حدود یه ساعت زمان میبره. پس مارشال تا دوازده دوازده و بیس دقیقه مشغول تایپ بوده در حالی که خانم مارشال ساعت یه رو به دوازه کشته شده پارو متفکرانه به نقطه خیره شده بود بازرس گفت قبول ندارید آقای پوارو؟ چرا چرا؟ فکرم جای دیگه ای بود تو فکر بودم که چرا خانم درنلی اومد تا به ما اینها رو بگه گلگیت به نشونه تأیید سر تکون داد فرض کنید وقتی میگه صبح روی صحرا بوده کلن دروغ باشه بعد یادش میفته یه نفر جای دیگه دیدتش یا روی سخره ها ندیده باید یه جوری قیبت یا حضورش رو توجیه کنه دیگه درسته؟ بعدم حواستون بود گفت احتمالا مارشال منو ندیده پارو گفت بله متوجه شدم وستون گفت چرا دارنلی باید وارد همچین ماجرایی بشه؟ کبولگیت گفت شاید به خاطر علاقه قدیمی به مارشال قربان باز قاتل مرده نمیشه زن باشه درسته هر بار به همین میرسیم بریم سمت قار. رتفرن هم باید بیارید اونجا رو بلده مدیر هتل اومد و خبر داد که کشیش لین برگشته وستون از مدیر هتل تشکر کرد و ازش خواست آقای لینو بفرست تو میدونستم میدونستم یک نیروی شیطانی اینجاست ستفن لین برگشت سمت پوارو یادتونه یادتونه چند روز پیش حرفش بود دوباره برگشت سمت وستون بعضی ها میگن شیطان وجود ندارد در حالی که هرچی میکشیم از شیطان و وسوسه هاشه وستون گفت میشه لط کنید برنامه امروزتون رو برای ما تعریف کنید صبح زود بیدار شدم هفت کیلومتر پیاده روی کردم نهار خوردم رفتم کلیسا و برگشتم کسی همراهتون نبود کسی شما رو تو راه یا کلیسا ندید ستفن کمی مسترب شد نه اما اسمم در دفتر کریسا هست میتونید بپرسید بسیار خب نکتهای به ذهنتون میرسه در مورد مقتول و اطرافیانش بگید مقتول زن نبود شیطان بود زنا هم آدم و تا عرش میبرن هم میتونن پست کنن فکر میکنی چی خبش کرده؟ من هیچی نمیدونم هیچی وحشتناکه واقعا وحشتناکه پاتریک بایق و به سمت پیکسی می برد وستون از راه سخراها می رفت و همزمان با هم به محل جنایت رسیدن دو تا معمور در محل قط بودن وستون گفت آب چیا پیدا کردید؟ این چیزای جور و جور قربان یه قیچی یه پاکت خالی تلایی پنج تا سر باتری، تعداد زیادی کبریت سوخته، سه تیک نخ یا خونه پای مار و یه قالیه خالی روغن آفتاب سوختگی وستون به دقت نگاه کرد بعضی ها سایل و با ست اشغال اشتباه میگیرن تاریخ رو نشون میده خیلی وقت اینجا افتاده بقیه چیزام هم این تو به جز قیچی زنگ نزده معلوم دیروزم زیر بارون نبوده کجا پیداش کردید؟ زیر پای نردبون افتاده بود یه پیپه شکستم کنارش بود حتما از دست کسی که رو نرده بوده افتاده نمیدونی قیچی مال کیه؟ نه قربا قیچی ناخونگیر دیگه ولی پیپه اون قیمته پارو گفت آقای مارشال پیپش گم نکرده بود؟ وستون گفت آقای مارشال از لیست خارج شده بعدم فقط آقای مارشال نیست که پیپ داره آقای لین دستشو برد تو جیبش پوارو گفت شما پیپ میکشید درسته؟ بله پیپ من همیشه هم رامه پاتریک رتفین به جای خالی آرنلا خیره بود که با صدای وستون به خودش اومد قار کجاست؟ همین دوران پاتریک جایی رو نشون داد که دو تا سخر پهلوی هم بودن با شکاف باریکی بینشون در غار اونجاست وستون گفت در خیلی باریکیه کسی ازش رد نمیشه الان میریم ببینیم چجوریه پاتریک، پوارو، وستون و استفن از در غار گذشتن و وارد فضای وسیعی شدن. پوارو داخل غار رو بو کشید. بوی آشنایی تو فضا استشمام کرد. بوی عطر گرون قیمتی که فقط دو نفر ازش استفاده میکردند. کردن. بازجویی از آقای بلاد چیز جدیدی به اطلاعات پلیس اضافه نکرد جز اینکه گفت پیپش همراش نیست وقتی رفت وستون از پوارو پرسید نظرت چیه؟ به نظر مادم خود ساخته است خشن و نتراشید است و البته فعال و اجتماعی اما هیچ کدام اینا به ما مربوط نمیشه فقط یه خصوصیتش به ما مربوط میشه اونم اینه که عصبیه کولگیت با اطلاعاتی که پیدا کرده بود برگشت بلات مارشال و استفن لین پیپ میکشن قربان یه پیپ تو اتاق مارشال هست دو تا تو اتاق بلات و یکی تو اتاق کشیش خدمتکار میگه که مارشال دوتا پیپ داره گولگیت بقیه خبرا رو میده که مارشال چند ضربه به در زد و اومد تو ا اوز برای مراسم خاک سپاری باید چیکار کنیم؟ پس فردا میتونید مراسم رو برگزار کنید مارشال تشکر کرد و وقتی بیرون میرد رفت کلگیت نامه هاشو بهش داد. مارشال گفت امیدوارم دیگه سو زنی نباشه. بستون گفت اختیار دارید اما روال قانونی کار باید طی شد. به هر حال خدمتکار شما رو پنج دقیقه به یازده در حال کار دیده. شاهد دیگه هم ساعت یازده و بیست دقیقه شما رو دیده. کی؟ خانم درنلی؟ گفتن ساعت یازده و بیست دقیقه اومدن تو اتاقتون اما شما متوجه نشدید اشتباه کرده چون من تو آینه دیدمش فارو گفت اما دست از کار نکشیدید نه چون باید نامه ها رو تموم میکردم چه کنم دیگه سوال دیگه نیست فستون گفت ممنون آقای مارشال جلسه بعد یه باجوی به دو هفته بعد موقعو شد روزاموند اومد پیش مارشال خوب پیشرفت. نمیدونم پلیس ها چی میگن؟ درست حرف نمیزنن روزاموند و مارشال به پل معلق رسیدن جزیره ساکت و آروم زیر نور خورشید میدرخشید روزاموند گفت اصلا باورم نمیشه همچین اتفاقی افتاده باشه طبیعی باور نکنیم باید منطقی باشیم هرچند گاهی خیلی سخته نگران چیزی نباشم چی درسته همون موقع لیندا حراسان و آشفته اومد سمتشون چی شد؟ مارشال گفت با جویی دو هفته عقب افتاد یعنی هنوز به نتیجه نرسیدن؟ نه مداره که بیشتری لازم داره خب خب حدسشون حدسشون چیه؟ مارشال لبخند زد عزیز دلم الان چیزی نمیگن مارشال رفت تو هتل. روزاموندم خواست بره که لیندا صداش زد روزامون برگشت سمت لیندا. حالت گنگ و ترسیده صورت لیندا روزاموند ناراحت کرد. سعی کن زیاد بهش فکر نکنی عزیزم. میدونم که خیلی وحشتناک بود ولی دیگه بهش فکر نکن. بابا تو که دل خوشی از آرلنا نداشتی. آره دوستش نداشتم اما اما اما, اما شما هیچی نمیدونی. میدونم عزیزم. میفهمم. نه 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 شما میفهمین من چی میگم نه کریستیان هر دوتون با مهربون بودی اما احساس منو نمیفهمید فکر میکنین زیادی درگیر ماجرای قتل شدم ولی اگه میدونستین من چی میدونم روزمون سر جا خوش زد چی میدونی عزیزم لیندا بهش خیره شد و جویده جویده گفت <تص> چی؟ حواستو جمع کن لیندا جان تو رو خدا حواستو جمع کن رنگ لیندا سفید شد ه... حواسم جمعه قضیه قتل و کلن از ذهنت بنداز بیرون لیندا آرلنا مرده چیزی رو نمیشه عوض کرد همه چی رو فراموش کن باش عزیزم لیندا می لرزید. ش... 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 شما انگار همه چی رو می م... نه 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 من هیچی نمی دونم من هیچی نمی هیچ هیچی عزیزم به نظر من یه آدم دیوونه ولگرد آرلنا رو کشته اگه اگه, اگه, اگه بابا روزمون حرفشو قطع کرد اصلا بهش فکر نکن عزیزم مادرم مادر چی؟ یه بار متهم به قتل بود اما اما بابام باش استفادش کرد بابا بابا بابام, بابام فکر نمیکنه قتل چیز بدیه روزمون با لحنتون دی گفت نباید همچین حرفایی بزنی لیندا حتی به من پلیس مدرکی علیه بابات نداره یعنی یعنی فکر میکردن بابا نمیدونم پلیس ها به چی فکر میکردن مهم اینه که الان میدونن کار بابا نیست خب حالا برو تو اتاقت همه چی یادت میره عزیزم همه چی لیندا با خشونت غیر منتظره ای گفت نه هیچی یادم نمیره هیچی و تند و سریع دوید سمت اوته پوارو رفته بود به اتاق خانواده پاتریک ردفرن میدونید خانم شما دیروز یه چیزی گفتید که ذهن منو مشغول کرد چی گفتم آقا؟ رئیس پلیس ازتون پرسید وقتی رفتید اتاق لیندا تو اتاق بود یا نه؟ گفتم که شنا می کرد نه شما گفتید گفت شنا بوده خب وقتی اینطور عنوان میکنید یعنی صرفا به خاطر حرف خودش حوله تنش یا چیزی در ظاهرش حس کردید رفته شنا ولی همزمان چیزی براتون عجیب بوده که نتونستی رو درست باور کنید. چی عجیب بود؟ کریستیان حواس جمع حرفای پوارو شد. شما خیلی باهوشین. دقیقا همینطور بود. تعجب کردم که گفت شنا بوده چون یه بسته دستش بود. بسته؟ نمیدونی چی توش بود؟ چرا؟ نخش پاره شده و چیزای توش ریخت بیرون. چند تا شم بود. شم؟ شم به چه دردش میخوره؟ شاید واسه نور اتاقش میخواست آقا گمان نمی کنم. لامپ اتاقش قویه عجب اه پس اه چه میدونم آقا؟ وقتی شما از دستش ریخت رفتارش چطور بود؟ اب اب هیچی دست پاچه شد پارو سرتکن داد هم. یعنی تقویم سبز رنگ تو اتاقش ندیدید؟ کریستیان چند ثانیه چشماشو به سمت بالا قلتوند و فکر کرد تقویم سبز فکر کنم همچین چیزی دیدم نمیدونم تو اتاق لیندا یا جای دیگه اما دیدم دیدم پوارو کتاب قهوه جل چرمی رو نشونش داد اینو چی مدم آه کتاب رو دیدم دیروز دست لیندا بود تا منو دید بستش گذاشتش سر جاش کارش ببب برام عجیب بود آقا پارو بدون اینکه که چیزی بگه عنوان کتاب به کریستیان نشون داد تاریخچه جادو، افسونگری و روش تهیه سموم غیر قابل کشف کریستیان گفت آه، سردر نمیارم، یعنی چی آقا؟ ممکنه بیمعنا نباشه یه سال دیگه، شما قبل این که برید زمین تنیس دوش گرفتید؟ ما، دوش؟ قبل بازی؟ چه احتیاجی آقا؟ پس قبل بازی از حمام اتاقتون استفاده نکردید نه 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 فقط دست و صورتم و با قول خوش کردم یعنی آب حمام رو به هیچ وجه باز نکردید؟ نه اصلا آقا تو رو سر تکم داد مسئله مهمی نیست پارو به اتاق آقای مارشال رفت آقای مارشال مشغول کار بود و کلافه باز چی شده؟ هیچی فقط یک سال خدا یا دیگه چه سوالی مونده خسته شدم از بس به سوالای 100 تا یه غاز جواب دادم الانم فکر نکنم دلیلی داشته باشه به شما جواب بدم نه دلیلی نداره ولی اصلا سوال پیچیده ای نیست من فقط میخوام بدونم شما قبل تنیس دوش گرفتید یا نه دوش نه یه سال قبل شنا کرده بودم و دوش گرفته بودم ممنون ولی پارا فوری از اتاق بیرون رفت مارشال مبهوت موند مرده که دیوانه پوارو روزمون دو دید روزمون بهش لبخند زد نوبت منه؟ جان حدس می زدم امروز بازجوی غیر رسمی خودتون را بندسین اشتباه کردم شما فوقلاده باوشید خانم اما من یه سوال ساده دارم بفرمایید شما قبل اینکه برید تنیس دوش گرفتید؟ یعنی چی؟ ساده شیر حمام رو باز کردید و آب غلوب از فاضل آب خارج شد <applause> حالتون خوبه شما؟ <تصفيق> البته <تصفيق> نه نه دوش نگرفتم پارو حرف و عوض کرد خانم دارنلی شما عطر خوشبوی استفاده می درسته؟ <مه> خورک و روح افزا اگه اشتباه نکنم خانم مارشال هم از همین عطر استفاده می کرد گبریل شماره هشت شما شگفتنگیزین آقای پارو بله همینه ممنونم خانم سوالم اینه که دیروز نرفتید قار پیکسی؟ آقای فورو شما شما فکر میکنین من آرلینا رو کشتم؟ نه فقط بپرسم اونجا رفتید یا نه من اصلا نمیدونم قار کجاست بعدم واسه چی باید برم اونجا؟ وقتی برای تحقیقات وارد قار شدم بوی گبریل هشت و استشمام کردم خودتون همین الان گفتین آرلنا هم از همون عطر میزد خب برای چی باید بره تو قار؟ من واسه چی باید برم؟ آرلنا اونجا بوده احتمال اینکه رفته باشه توی غار خیلی بیشتر از منه که تمام مدت رو ها بودم پارو لبخنده مرموزی زد به جز زمانی که برگشتید عینکتون رو برداشتید و یه سرم به مارشال زدید بله؟ البته گفتید مارشال شما رو ندیده اما دیده بود خودش گفت بله تو آینه بالای سرش چه اینطور یه <صح> ساعت بعد پارو پیش لیندا مارشال بود لیندا روی تخت سنگی روبروی دریا نشسته بود لیندا از دیدن پوارو جا خورد حتی ترسید <صح> چی شده؟ چی کار دارین؟ پوارو اول جوابشو نداد بعد گفت دیروز به رئیس پلیس گفتی رابطت با نامادریت خوبه خوب حقیقت داشت دیگه بله آقا میدونم با بد نبوده ولی فکر کنم تو ازش خوشت نمی اومد شاید حتی بعدت می اومد به هر حال الان مرده آقا نباید پشت سرش حرف بزنی. اینا رو تو مدرسه بهتون گفتن؟ بله آقا اما وقتی یه نفر کشته شده و پلیس دنبال قاتلش میگرده راست گفتن مهمتر از ادب داشتنه من, من میخوام همه چیو فراموش کنم آقا و ایده بتونی لیندا عصبی شد یه دیوانی روانی اونو کشت و تموم شد نه اینجوری نبود یه جوری حرف میزنی انگار از همه چی خبر داری ببین لیندا اگه به من اعتماد کنی میتونم کمکت کنم یعنی چی؟ من من کمک نمیخوام اصلا معلومه راجب چی حرف میزنی؟ راجب شما باز کل اومده بود پیش وستون تا بهش گزارش بده قربا موضوع عق و سکوت حقیقت داره چطور؟ ا پنجا هزار پاندی که ارسکی باز خانم مارشال ارس گذاشته فقط پونزه هزار تاش مونده عجب در مورد باری بلات و لین به کجا رسیدید؟ سرگردباری باری بازنشسته ارتشه یا آپارتمان کوچیک داره و مبلغ انگفتی پول به حسابش واریز شده خب چه توضیحی داره؟ میگه قرض داده بود خب ستفن لنچی تو سنت هلن زندگی میکرده پارسال تو آسایشگاه روانی بستری بوده دکترش چیز زیادی بهم نگفت اما تا جایی که فهمیدم یه جور وسواس فکری داشته در مورد شیطان مخصوصا شیطان در قالب ساهره سرخ او خانم مارشال اعتمالا نمونه خیلی خوبی از ساهره سرخ بوده به نظرم بعید نیست به عنوان وظیفه زن و از بین برده باشه اما ارتباطی به حق و سکوت نداره نه قربان خب بلا چی؟ چیز مشکوکی تو حساب کتابش نیست که اینطور پس فعلا با دوتا موضوع روبرویم یکی حق و سکوت یکی هم کشیش دیوانه بله قربان در مورد نویسنده نامه به خانم مارشال هم به چیز مهمی نرسیدیم ظاهرا چی اون سعی و سلامت تو چین زندگی میکنه و از عشق خانم مارشال فارغ شده خب 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 از آقای پوارو چه خبر این خبرها رو به ایشون هم دادی آدم عجیب غریبی قربان پریروز از هم خواست پرونده قطایی که تو سه سال گذشته با خفگی انجام شده بهش بدم خب گفتی استفن کی که بستری شده پارسال نزدیک عید پاچ قربان وستون عمیقا به فکر فرو رفته بود جسد یه زن جوان که میرفت شوهرش رو ببینه هر دو موردن تو سنت هلن مم. نگاه وستون و کلگیت با هم تلاقی کرد کلگیت گفت سنت هلن محل زندگی کشیش انگار جور در میاد ولی تعجب میکنه پارو بالای تپه بلندی نشسته بود و تیکه های معما رو تو ذهنش سر جاشون میذاشت یه بار دیگه مرور کرد عطر گبریل هشت قیچی پیپ شکسته بطفی خالی که از پنجره پرت شده بود بیرون تقویم سبز رنگ یه بسته آینه و ماشین تحریر یه کلاف کانوای زرشکی ساعت مچی لیندا صدای دوش همون هر کدوم باید سر جای درست خودش قرار بگیره پوارو به کاغذ ماشین شده دستش نگاه کرد دو گزارش قتل یکی قتل آلیس کوریگان و دیگری قتل نیل پرسونز هر دو خفه شده بودن کلگیت اومد سمت پوارو گزارش ها درد تو خورد؟ بله خوندمش یکی از پرونده ها خیلی برام جالبه آلیس کوریگان دقیقاً موقع اتفاق من پلیس سنت بودم خیلی دلم میخواست از تعطوی ماجرا سر در بیارم جسد آلیس کوریگان همون جایی بود که نیل پارسون رو خفه کرده بودن یعنی حدود دوازده کیلومتر دورتر از جایی که آقای استفن لین زندگی میکنه پلیس سنت اول ارتباط بین مرگ آلیس و نیل پارسونز رو پیدا نمیکرد چون شوهرش متهم اصلی میدونست آخه آلیس پولدار بود و بیمه عمرش به اسم شوهرش بود. اینا واسه اتهام کافی بود. پوارو گفت اما وقتی پای حرف حساب یک زن به عنوان شاهد اومد وسط شوهر از صف مزنونین خارج شد درسته؟ زن معلم ورزش قوی بود که ساعت پیدا کردن جسد رو به پلیس گفت. صحبتاش هم تو دادگاه تایید شد و مشخص شد شوهر زمان قتل با دوستاش تو قطار بوده تو ایستگاه قطار منتظر زنش میشه چند ساعت تو کافه میمونه اما زنش نمیاد پلیس نتیجه گرفت که یه آدم روانی زن رو خفی کرده شوهرش تبرعی شد و مرگ زن با نیل پرسونز مرتبط شد چون به یک شکل و در یک مکان کشته شدند. اما نکته جالب اینه که پرونده بسته شد و قاتل هنوزم پیدا نشده و حالا ارلنا سومین زنیه که به این شکل کشته میشه میدونی چی تو سه تا قتل مشترکه؟ خفگی؟ نه بیشتر از خفگی اینکه تو ارسهشون شوهرها دلیل محکمی برای تبرهب و بیگناهی دارن دقیقا نکته اینجاست کلگیت تو فکره پوارو گفت: یه نفر به ما دروغ میگه. باید یه آزمایش ساده انجام بدیم. اگه مشخص شه کسی در مورد یک موضوع جزئی دروغ میگه، میشه به تمام حرفاش شک کرد. همینطور قربان. پوارو برای تکمیل معماش پیشنهاد یک پیکنیک دست جمعی رو داد. اولش همه تعجب کردن، اما بعد حسابی از پیشنهاد پوارو استقبال شد. فقط آقای باری نیمد همه دم هتل جمع شده بودن. آقای بلات ادای راهنمای سفر رو در می آورد و مشغول شوخی و لودگی بود. خانم دارنلی با نگرانی از پله ها اومد پایین. لیندا نمیاد. میگه سرم درد میکنه. پوارو گفت سعی کنید رازیش کنید پیاد. واسه روحیش خیلی خوبه. ها، خیلی اصرار کردم آقای پوارو نمیاد. بهتر منم پیشش بمونم. بلات داد زد. امکان نداره خانم شما که سرتون درد نمیکنه باد بیاین. پوارو گفت به نظر من کسی که سردرد داره ترجیح میده تنها باشه همگی سوار ماشین شدن و راه افتادن وقتی به صخره ها رسیدن پیاده شدن آقای لین با چابوچی لابلای سنگار را میرفت بلاد هر چند قدم که جلو میرفت وا میستاد و از بقیه عکس میگرفت گاردنر و آقای پوارو گوشه نشسته بودن و بقیه رو تماشا میکردن خانم بروستر و خانم دارنلی با هم قدم میزدن خانم بروستر موقع را رفتن از روی پل چوبی تعادلش به هم خورد نزدیک بود بیفته که پاتریک و پوارو کمکش کردن تو پیکنیک به همه حسابی خوش گذشت و از پوارو تشکر کردن وقتی برگشتن هتل آقای باری دم در وایساده بود خوش گذشت و همین سوال کافی بود که خانم گاردنر لحظه ای از تعریف خاطره پیکنیک و از قلم نندازه همون موقع خدمتکار هتل هراسون به سمت کریستیان ردفرم رفت من نگران خانم لیندا مارشالم رفتم بیدارشون کنم نتونستم رنگ و روشون هم پریده کریستیان و به سمت اتاق لیندا دویدن لیندا کبود شده بود پارو نفزشو گرفت فورا دکتر خبر کنید آقای مارشال با عجله وارد اتاق شد چی شده چه بلایی سرش اومده پوارو گفت میترشم گیر بشه کنار چراغ مطالعه پاکت نامه‌ای بود که اسم پوارو با خط بچگانه روش نوشته شده بود پوارو نامه رو باز کرد فکر می کنم بهترین راه همینه به پدرم بگی منو فراموش کنه آلنا رو من کشتم فکر می کردم اینطوری به آرامش می اما نرسیدم برای همه چیز متاسفم همه تو راه رو منتظر و نگران بودن بالاخره سر و کله دکتر نیستون پیدا شد من هر کاری تونستم کردم شاید زنده بمونه ولی زیاد امیدوار نیستم مارشال با چهره خشک و عبوس گفت قرصای آشغال از کجا آورده؟ خدمتکار هق هق کنان جواب داد <applause> از اتاق خانم ردفرن برداشت من من اصلا نفهمیدم چیه و واسه چی میخون کریستیان آروم گفت وای قرصای خوابم وای دکتر نیستون گفت از کجا میدونست شما قرص خواب آور داریم؟ شبه بعد از قتل آرلنا حالش بد بود من یه قرص بهش دادم گفت یکی بسه گفتم آره اینا خیلی قویان وای خدایا همش تقصیر منه باید از جلوی دستش بر میداشتم کنیت مارشال گفت خودتون سرزنش نکنید وقتی چنین چیزی تو سرش بوده برال میخواسته انجامش بده تقصیر کسی نیست روزمون در نلی داد کشید امکان نداره اون بچه آرلنا رو کشته باشه کریستیان تایید کرد آره آره تفلکی اینقدر بهش فکر کرده خیالاتی شدی سرهنگ وستون وارد شد ماجرا چیه؟ نامه رو بهش دادم چرنده غیر ممکنه نه پوارو؟ متاسفانه نه غیر ممکن نیست کریستیان گفت اما من باهاش بودم آقای پوارو به پلیس هم گفتم تا یه رو به دوازده من باهاش بودم شهادت شما مدرک مهمی بود اما بر چه اساسی شهادت دادید؟ ساعت مچی خود لیندا؟ خودش به شما گفته بود که ساعت یه رو به دوازدهه درسته اتفاقا من تو راه برگشت تو فکر بودم و آروم را میرفتم به خودم که اومدم احساس کردم خیلی دیر شده اما اما وقتی رسیدم هتل دیدم هنوز وقت دارم پوارو رو به مارشال گفت چیزهای جالبی تو اتاق دخترتون دیدم کاسه بزرگی از موم زوب شده تعدادی موی سوخته و یک سنجاق یک جلد کتابم امانت گرفته بود که در مورد سحر و جادوه یه بخش از کتاب درباره روش های مختلف کشتن بود یکی زوب کردن عروسک مومیه عروسکی که نماینده مقتوله انقدر عروسک کنار آتش نگه میدارن تا زوب بشه یا یه سنجاق تو قلبش فرو میکنن و معتقدن مرگش قطعیه همونطور که خانم ردفن دیده لیندا صبح شم خریده و از این که خریدش لو رفته دست پاچه شده باقی ماجرا مشخصه با موم عروسک میسازه و با موهای ارلنا کاملش میکنه و اعدامه بله لیندا تمایل داشت نامادریشو بکشه اما آیا از احتش برمی اومد؟ آیا قضیه کشتن نامادری از یک تمایل ساده فراتر رفته؟ لیندا میتونست بعد از رفتن خانم رتفرن از ساحل دنبالش راه بیفته و راهش رو کچ کنه سمت خلیج پیکسی بعد نامادریشو خفه کنه و قبل اینکه آقای ردفرن و خانم بروستر برسن برگرده اما دو تا نکته مطرحه اول اینکه از کجا میدونست خانم مارشال کجاست دوم این که توان بدنش انقدر بود که خانم مارشال رو خفه کنه یا نه هر دو نکته قابل حله امکان داشت لیندا به صورت ناشناس به خانم مارشال نامه بده و اونو بکشه جایی که میخواد از طرفی دستای لیندا مثل دست یک مرد قوی و درشته ضمن اینکه که تو سن بلوغ و قدرتش تو بزنگاه های روانی چند برابر میشه آقای مارشال با عصبانیت گفت مزخرافه مزخرفه پوارو گفت یعنی نامه دخترتونم جعلیه؟ مارشال به نامه نگاه کرد نه خط خودشه پس دو تا توجی واسه نامه وجود داره یا میدونسته و ایمان داشته خودش قاتله یا سعی کرده از که متهم به قتل دفاع کنه منظورتون منم؟ شاید امکان نداره اگر این دو فهمیده من متهم به قتلم حتما بعدش فهمیده که تبرعه شدم فرض کنید نفهمیده باشه و فکر کرده شما قاتلید مارشال خندید <applause> احمقاناش ببینید احتمالات زیادی در مورد قتل همسرتون وجود داره ممکنه یه باجگیر خفش کرده باشه شایدم یه بیمار روانی خرافاتی و یا شما به خاطر پولش اما من بله میدونم دلایل غیبت شما از محل جرم خیلی کامله اما ممکنه با همکاری کسی قد و انجام دادید شاید متن نامارا از قبل آماده کردید و هم دستتون تایپ کرده پوارو رو کرد به خانم درنلی خانم درنلی گفتن ساعت یازده و ده دقیقه برگشتن عینکشون رو بردارن یعنی دقیقا زمانی که آقای کارنر رفت به هتل تا برای همسرش یک کلافه کاموا بیاره آقای خانم درنلی رو ندیده دو احتمال وجود داره یا خانم درنلی اصلا به هتل برنگشته یا اصلا از هتل بیرون نرفته و نشسته نامه های شما رو تایید کرده نکته دیگه این که شما گفتید خانم درنلی رو تو آینه اتاقتون دیدید روز وقوع قد جای ماشین تحریر و میز شما جوری نبود که تصویر کسی رو تو آینه ببینید بعد از ادعاتون جای ماشین تحریر رو عوض کردید که با حرفاتون جور در بیاد اما خیلی دیر بود هم شما دروغ گفتید هم خانم دارنلی خانم دارنلی عصبی شده بود عجب شیطان باهوشی آقای پوارو گفت نه به باهوشی شیطانی که خانم مارشال رو کشته بیایید روز قتل رو مرور کنیم همه ما فکر میکردیم ارلنا میره دیدن پتریک رتفرن من دیدمش قیافه شبیه کسی نبود که بخواد با یه باجگیر ملاقات کنه نه واقعا میره پاتریک رو ببینه بعد چی شد؟ آقای رتفرن با خشم فروخورده گفت حتما یه نفر از اسم من سو استفاده کرده آرلنا به سمت خلیج پیکسی رفت تا شما را ببینه آقای پاتریک رتفرن. شما همونجا کش دیدش شدیم؟ من تا قبل اینکه با خانم بروستر برم قایق سواری و جسدش رو پیدا کنیم کنار شما تو ساحل بودم بله اما شما زمانی خانم مارشال را کشتید که خانم بروستر رفته بود دنبال پلیس. وقتی رسیدید ساحل آرلنا هنوز نمرده بود تو قار قایم شده بود و منتظر بود ساحل خلوت بشه چی میگی؟ من خانم بروستر با هم جسد آرلنا را دیدیم جسد؟ اما یه جسد زنده؟ همون زنی که خودشو شکل آرلنا درآورده بود و صورتشو با کلاه حسیری بزرگی پوشونده بود کریستیان همسر شما یا در واقع همکارتون کسی که تو قد آلیس کوریگان کمکتون کرد جسد آلیس کوریگان رو بیس دقیقه قبل از اینکه بمیره کشف کرد زنی که توسط شوهرش یعنی شما آقای کوریگان کشته شده بود حتما براتون جالبه که بدونید پلیس سنت هلن شما و همسرتون رو خیلی ساده شناسایی کرد به اسمای ادوارد کوریگان و کریستیان دوریل پاتریک ریدفورن از عصبانیت سرخ شده بود یهو از جاش بلند شد و دستاشو دور گردن پوارو حلقه کرد کذافت <applause> لعنتی مزاحم پارو ماجرا رو برای همه تعریف کرد همه فکر میکنن آلنا زنی بود که مردارا خوب جذب خودش میکرد و زندگیشون رو نابود میکرد اما به نظر من فقط یک قربانی بود. آرلنا دنبال جلب توجه بود اما دیگران تعمش می اخیرا پول هنگفتی به آرلنا رسیده بود. شک ندارم پاتریک هر از گاهی به بحانه های مختلف از آرلنا پول می گرفته. اما کریستیان از وقتی وارد هتل شد نقش زن حساس رو بازی کرد. از تابل زدنش تو آفتاب بگیر تا ترس از ارتفاع و این داستانها خودش رو بی دست و پا جلوه داد در حالی که معلم ورزش بود نقشه خیلی کامل و زیرکانه بود از شبی شروع شد که با پاتریک روی یه تخت سنگ نشسته بودن و متوجه بودن من صداشون رو میشنوم شروع کردن به جر و بحث تو روز حادثه پاتریک کلاهی مشابه کلاه ارلنا رو میبره تو محله جنایت قایم میکنه روز قبلم با آرلنا قرار میذاره که اگه نزدیک خلیج کسی رو دید فوری تو قار قایم بشه. کریستیان میره اتاق لیندا. ساعتشو بیست دقیقه میکشه جلو. قبل از اینکه با لیندا بره خلیج گال با رنگ خودشو برونزه میکنه و بطریشو از پنجره پرت میکنه بیرون. لباس میپوشه و با لیندا میره خلیج گال. تو جزیره از لیندا ساعت میپرسه و لیندا ساعت جلو کشیده رو بهش اعلام میکنه. میگه یه به دوازدهه در حالی که یازده و بیست و پنج دقیقه است به لیندا میگه برگرد هتل اما پشت تخت سنگ قایم میشه و وقتی لیندا میره تو آب کریستیان ساعت لیندا رو درست میکنه و میره سمت پیکسی ارلنا میترسه و میره تو غار قایم میشه کریستیان هم کلایی که پاتریک قایم کرده سرش میذاره و تو ساحل به شکل جسد دراز میکشه خانم بروستر و پاتریک جسد و با هم میبینن و میفهمن مرده اما کی تشخیص میده؟ پاتریک خانم بروستر میره دنبال پلیس و پاتریک فوری میره تو غار ارلنا رو خفه میکنه و به همون شکل که کریستیان تو ساحل خوابیده بود جسد آرلنا رو میخوابونه کریستیان کلاهشو با قیچی تیکه تیکه میکنه و زیر لباسش قایم میکنه با سرعت فوق از نردبون بالا میره لباسش رو عوض میکنه و میره سمت هتل چند لحظه وقت داره دوش بگیره که رنگ از بدنش پاک بشه و لباس تنیس بپوشه کریستیان تیکای کلاه و کلاگیس قرمزش تو شومینه ی اتاق لیندا میسوزونه چند تیکه مقوا و چند برگ تقدیما باهاشون میسوزونه که به نظر بیاد تیکای مقوا به تقویم مربوطه نه به یک کلاه مقوایی چون کریستیان حد زده بود لیندا تو خط جادوگریه. این وسط لیندای بیچار زهر روزی که به نظر خودش نامادریش رو جادو کرده، خبر مرگش رو میشنوه وحشت میکنه و ترس رهاش نمیکنه چون فکر میکنه خودش باعث قتلی شده کریستیانم که میبینه کنت مارشال تبرئه شده سعی میکنه متهم دیگه ای به تراشه و متهم کسی نیست جز لیندا کریستیان هم لیندا را به سمت قرصای خواب آور سوق میده تا ماجرا تموم بشه. کریستیان دروغای کوچکی گفت که همونا لوش داد. مثلا روز پیکنیک یادش رفته بود که قبلا گفته از ارتفاع میترسه و سرگیجه میگیره. خیلی راحت از پل گذشت. یا همون قضیه حمام که به گردن نگرفت. همش جمع شد و فهمیدم ممکنه دروغای دیگه ایم گفته باشه آرشال از روزمون پرسید تو واقعا فکر کردی من آرلا را کشتم؟ فکر کردم صبر تموم شده و خفاش کردم آره آره دیدم دلالت کافی نیست گفتم یه دروغی بگم شاید کمکت کنم مارشال خندید <laughs> حالا با فکر میکردم پای تو گیره گفتم یه دروغی بگم شاید کمکت کنه وای <applause> پس فکر کردی من قاتلم <applause> هیچ وقت یادم نمیره نزدیک بود تو بچه گید واسه یه شکلات خفم کنی آو کنت من بچه بودم آخه من چرا باید آرلنا رو بکشم <applause> مارشال با شیطنت لبخند زد روزامون قیافه جدی به خودش گرفت مارشال گفت ببین روزامون من بلد نیستم درست حرف بزنم اما دوست دارم بدونی خیلی خوشحالم که درکم میکنی الان داری ازم خواستگاری میکنی یا میخوای شش ماه سب کنی؟ مارشال مبهود از کجا فهمیدی؟ خب دیگه شش ماه زمان خوبیه برای اینکه حال هممون بهتر بشه مخصوصا لیندا اما یه چیزی دوباره تو این فاصله نری دسته یه زن ستم دیده رو بگیری بیاریش تو زندگیت اتفاقا زن ستم دیده توی با شغل به درد نخوره باید خیاطی رو ببوسی بذاری کنار بریم یه جای آرام زندگی کنیم پس فکر میکنی شغلم به خاطر تو کنار میذارم اگه نظری من تو رو کنار میذارم چون میدونی حاضرم کنار بذارم این <applause> و پایان کتاب